بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، ساعت 2:15 است، ولی چون ساعت در آمریکا از دیروز روز یکشنبه 1 ساعت جلو رفته، ممکنه دوستانی که اینجا نیستن تعجب کنن که ما چرا برنامه رو زود شروع کردیم، ضمن اینکه ما در حقیقت برنامه رو 15 دقیقه هم دیر شروع کردیم. دلیلش این بود که 2 ساعت برنامه داشتیم قبل که مجموعه بود از پخش ویدیو به خاطر روز زن از دوستانی که در کانون آوا بودن، بانوانی که جدا شدن، و مصاحبه زنده با خانم زهرا معینی از آلمان. حتما اون رو تا 1-2 ساعت دیگه حاضر میشه در گوگل و یوتیوب و اینها ببینید، و بالاخره بعد از اون حالا در خدمت شما هستیم. اگه شما هم لطف کنید برنامه ها رو با دوستانتون شیر کنید یا در میون بذارید یا سهیم بشید، ما ممنون و متشکر میشیم. و اجازه بدید که من این رو هم برای دوستان بفرستم. و اما قرار بود که با آقای فرزاد نیساری مصاحبه داشته باشیم، ایشون امروز نمیتونه با ما باشه و گفتن که دوشنبه هفته آینده با ما خواهند بود. دیدم که در طی چند روز گذشته به صورت خیلی جدی و شدید مورد حمله دوستان طرفدار پادشاهی قرار گرفتن، و امیدوارم که این حملات ایشون رو دلسرد نکنه، چون ما تعریف‌های زیادی داریم. مثلا معروفه که مصدق روزی ناراحت و غمگین میره خونه و مادرش میگه چرا اینقدر غمگینی؟ میگه خیلی به هم حمله میکنن. میگه اصلا ناراحت نباش، شما برو ایستگاه قطار، این قطارهایی که وایستادن و حرکت نمیکنن و مسافری داخلشون نیست، هیچ بچه به اینا سنگ نمیزنه، ولی حرکت قطارهایی که مسافر دارن در حال حرکت به جلو هستن، بچه ها حتی میدوند با پای برهنه توی این سنگ و چیزای بغل به اصطلاح ریل راهن تا به اونها سنگ بزنن. و شما از این سنگ ها اگه میخوای جون سالم به در ببری، حقیقتا باید سرعتتو از این که هست زیادتر کنی. از طرفی سعدی یک شعری داره، داستان جالبی داره که میگه به درخت بی بر کسی سنگ نمیزن. صحبت از سنگ و سنگ زدن شد، آقای اکبری یادم بیار 2 تا پیام از یه همشهری داریم، حتما برات بفرستیم. اجازه بدید نه در رابطه با سنگ زدن، ولی در رابطه با محبتی که این دوست همشهری شیرازی ما داشته، یکی از پیام‌های ایشون رو براتون پخش کنیم. خیلی خوشحالم که با لهجه شیرین فارسی و شیرازی برنامه‌های ما رو. سرمی جان، خواهم یه چیزی بهت بگم یادت باشه تو. اولا خیلی ممنون، ایشون من رو سربی جان خطاب میکنه. ما اون وقتا تهرون که میرفتیم میدیدیم خیلی این دوستان به همدیگه جان جان میگن، و من هنوزم که هنوزه به دوستان میگم کاکو جون. در هر صورت ممنونم که بیننده برنامه ما هستی. حتما امروز 2 تا پیام شما رو پخش میکنم، چون چند بار ایشون چی میگن؟ به اصطلاح وقتی به یک کسی میگیم اگر راست میگی این کار رو انجام بده، چی میگن؟ میکشیم، نمیدونم، یادم رفت. در هر صورت چون اینجوری گفته، من حتما پیامهای شما رو پخش میکنم و با شما گپی دوستانه ولی غیابی خواهیم داشت. باز هم خوشحالم که شما گفته بودید برای اولین بار هست که برنامه من رو میبینید. خوشحالتر این که برنامه من انقدر رو شما اثر گذاشته که بعد از برنامه 2 بار زنگ زدید. همینایی که الان میبینید شما روی فیسبوک هستن، دوستای نازنین من، 10 بار بهشون میگم لطف کنید زنگ بزنید، نظرتون رو بگید. مثلا درباره استعفای آقای ظریف، درباره ناز کردنش، درباره بازگشتش دوباره، ولی هیچ کدوم از اینها زحمت نمیکشن. پس شما چون زحمت کشیدی من ازت تشکر میکنم. چون اولین بار بوده که برنامه منو دیدید،
از شما ممنونم و بهتون خوش آمد میگم. امیدوارم آخرین برنامه نباشه و با ما باشید. اجازه بدید ببینم همه چیز درسته. بله، اینجا برای مردم تیوی دات کام داره زنده پخش میشه، برای فیسبوک خودم پخش میشه، برای فیسبوک مردم تیوی پخش میشه. از شماره تلفنی که میتونید زنگ بزنید، و والا فکر این هستم که این تلفن رو قطع کنم، درسته مجانیه ولی حقیقتا شده مثل تناب مجانی که من انداختم گردن خودم. برای حالا چند نفری که گاهی دسترسی به اینترنت ندارن میان از این تلفن استفاده میکنن، ما این برنامه رو نگه داشتیم. باز جا داره تشکر کنم از سعید عزیز که از کالیفرنیا $105 حتی اون هزینه پیپل رو هم پرداخت کرد تا ما بتونیم یه کامپیوتر دیگه داشته باشیم که اون تلفن رو داشته باشیم. ولی بعضی وقتا میگن عطایش را به لقایش بخشیدم و همون مرحمت فرموده ما را مس کنید. در هر صورت بازم دوست عزیز شیرازی، هموطن از استان فارس، بهت خوش آمد میگم و سعی کن یه مقداری صبور باشی. صبور بودن نه اینه که فقط بشینی حرفای منطقی مردم رو بتونی با صبر و حوصله گوش کنی، چون اون که احتیاج به صبر نداره. تازه میریم پول میدیم، شرکت میکنیم در جلسات مختلف، در کلاس ها، تا یه چیزی یاد بگیریم. وقتی باید صبور باشیم که ما فکر میکنیم اون طرف داره حرف بی خود میزنه. این آقای دکتر ناصر طهماسبی خیلی وقتم هست ازش بیخبرم، نمیدونم فوت شده هستش، ولی اگرم باشه وضعیت جسمانی خیلی بدی داشت، حالا احتمالاً بدتر شده. امیدواریم اگر هست حال خوبی داشته باشه، اگر فوت شده باشه روان شاد، یادش گرامی. آدم بسیار نیکوکاری بوده و هست در این مملکت، کمک میکرد به افرادی که وضعیت خوبی نداشتن. و اونم بله آقای اکبری، ایشونم از آلمان بوده. هر کدوم از ما از آلمان بودیم به نظر میرسه یک کمی اونجا از اون خوبی های اونها برداشتیم، حالا هر جای دنیا هستیم اونها رو پخش میکنیم. بله، میگه که مسقر دورد بی پایان عوضی. من نمیفهم والا چی میگی شما، این چی نوشتی آقای غریبی؟ تو رو خدا یا با فارسی بنویس یا با انگلیسی بنویس، من نمیدونم این چی نوشتی. ببینید خودتون بخونید، ببینید اون کسی که میخواد اینو بخونه با چه بدبختی باید بخونتش و با چه بدبختی تری باید بفهمتش. من اینو برمیدارم چون نمیفهمم. من باشه باشه دوستان، نگاه کنید وقتی فنگلیش مینویسین یا به قول چیز فارگلیش مینویسین، فارسی و انگلیسی رو قاطی میکنن، فارگلیس مینویسین یا فارگلیش مینویسین. احمد شاملو یه ویدیویی داره درباره فارگلیش صحبت کردن و نوشتن ما توی اینجا، حتما پیداش کنید نگاه کنید، یا اگر کسی الان میتونه پیدا کنه اون رو بیاد اینجا بنویسه. ممنونم از خانم رایا صادقی که میگه که آفرین بر مادر مصدق بزرگ. خب دوستان اگه لطف کنید برنامه ما رو که اینقدر زحمت میکشید، مخصوصا وقتی این همه امکانات ما کمه، من برای برنامه این بانوانی که از کانون آواز داشتم گفتم بعض وقتا میگن با کمبود امکانات، ما حقیقتا با نبود امکانات. باور کنید همین دیروز رفتم یک کامپیوتری رو خریدم، اولا چقدر خوشحال شدم، میخواستم از کاسکو بخرم. این کاسکو هم مواظب باشینا، اولی که یه چیزی رو میاره ارزونتر از جای دیگه، بعد اونجاها هی ارزون میشن، این همونجوری وای میسه. میخواستم بخرم، دیدم $1,300 الان بهتون نشون میدم. بعد گفتیم که چیکار کنیم، دوباره بیایم به مردم بگیم. اینا هم که میگن آقا همه تلویزیونا گدا شدن چیکار کنیم، میگیم خب همه تلویزیونا گدا شدن، شما بخشنده شدید، حاتم طایی شدید، به هر کدومشون $5 بدید یا فقط فوششون میدید و خیال میکنین که اینا همه مامور هستن، پول دارن، تازه انتظار دارید تلویزیونا یه پولی هم به شما بدن. از این به بعد بذارید من یه $1 از اینجا بیارم بهتون بدم. بیا بفرم. خیلی ممنون اون دوست عزیزی که اومده برنامه ما رو نگاه میکنه، این خدمت شما برای که آمدی برنامه. ولی نگاه کن همچین که میخوایم این پولا رو بدیم دستمون میلرزه. خب از شوخی بگذاریم و به برنامه جدی توجه کنیم. امروز 11 ماه مارس یا مارچ 2019 است، 20 اسفند 1397، 10 روز دیگه بیشتر به
عید نوروز باقی نموند. اگه میخواین خونه تکونی کنین، اگه میخواین مسافرتی برید و اگه میخواین برنامه های نوروزی رو برین، صحبت از برنامه های نوروزی، برنامه بسیار خوبی اجرا شد شنبه شب. آقای آرمان شهبازی واقعا خیلی زحمت میکشن. وقتی شما اینا رو میبینید، چون من دو سه تا برنامه اینجوری گذاشتم، یکی برای اون آقای مسعود رهنما بود، دو بار برای آقای پرویز کاردان برنامه های نمایش اینها گذاشتم، چند بار برنامه نمایشگاه گذاشتم برای دوستان، چند بار برنامه هایی که قدردانی و اینها بوده، بزرگداشت بوده اجرا کردم. میبینم که اینها چند مدت باید پیش بینی کنن، تدارک ببینن، زحمت بکشن تا من و شما بتونیم یک ساعت اونجا لذت ببریم. این یک ساعت هم 100 تا غور بزنیم، غور اول توسط سوربی. ما وقتی رفتیم اونجا، خب آرمان شهبازی لطف کرد گفت اینجا بشینیم. گفتم من اون دورا راحت تر، اما من نه که شاگرد خوبی نبودم، والا شاگرد خوبی هم بودم، ولی قدمون یکم بلند بود، تای کلاس میشوندم ما رو. گفتم من اون تای کلاس عادت دارم بهتره، اینایی که وی آی پی هن و این جلو دوست دارن، یه جورایی هم برای خودم دلیل دارم، خودم رو راضی میکنم، میگم این جلو میان میرخصن، شما نه خواننده رو میبینی، نه سن رو میبینی، ببخشید باسن اینا رو میبینی. ما هم که خب چشم چرون نیستیم، برای اون مهم نیست که باسن این خانم چجوریه، باسن اون دختر خانم چجوریه، پس بهتره همون آخر باشیم و راحت تر. گفت نه آقا بشین اینجا. گفتیم باشه، نشستیم. چشمتون روز بعد نبید دوستمون، حالا شاید نخواد بگه، دیدید بعضی از این دوستان مثلا میگه آقا فلانی هم اونجا بود، میگه آقا چرا گفتی، من به خانمم گفتم سر کارم، تو اومدی گفتی، آبرو منو بردی. اسم نمیاد. دوست ما هم اونجا بود و چند نفر باهاش بودن، بعد فهمیدیم مثل که دو تا پارتی مختلف هستن و من میدیدم که سه نفر هستن انگلیسی صحبت میکنن ولی فارسی رو به خوبی میفهمن. گویا اینها دوستان کرد ما بودن. و وقتی که آقای امید آمد و اینها، یکی از این خانم ها چنان جیغی میکشید، من همیشه میپرسیدم این جیغ بنفش که میگن یعنی چی. ولی اون شب من جیغ بنفش رو متوجه شدم. جیغ بنفش رو گویا وقتی میکشه یک کسی، یادش میره نفس بکشه و چون اکسیژن نمیده داخل، صورتش بنفش میشه. خب معمولیه، اولی که میان معرفی میکنن. ولی دیگه خانم، دو ساعت و نیم این آقای امید خوند، شما دو ساعت و نیم جیغ زدی. و جالب اینجا بود که هر کی، ما که به دلیل اینکه یعنی برگردیم امیدو ببینیم، برگشتیم اقلا پشت گوشمون جیغ بزنه دیگه، روبروی گوشمون جیغ نزن. و خانمی که اونجا نشسته بود، میز اونوری، آقایی که اونجا بود، همه یکی یکی به این خانم نگاه میکردن. خب کسی دوست نداره دعوا کنه، کسی دوست نداره به شما یه چیزی بگه شبتون رو خراب کنه. ولی میگم که عاقلان را بل اشاره یا یک اشاره کافیه دیگه، یا اگر در خانه کس هست، یک حرف بس است. چند بار به این خانم گفتن که بابا جیغ نزنه، آخه تو اومدی کنسرت که صدای اونو بشنوی، یا اومدی 150 دلار دادی که جیغ بزنی. خب نمیخوایم خدای نکرده بگیم بی شعور احمق، تو خونه بشین هر چی دلت میخواد جیغ بزن. خلاصه اینا این همه زحمت میکشن، یه آدمای اینجوری برنامه رو به اصطلاح برای اطرافیان خراب کن. ممنونم از آقای آرمان شهبازی، ممنونم از امید که خیلی هم صحبتای خوبی اونجا کرد که زندگی رو خیلی سخت نگیرید و اینجوری اینا. گویا فامیلاش هم اونجا بودن و فهمیدیم که این آقای امیدم مثل که لور و ترک و کرد و همه چی قاطی هست و همه رو هم میخونه، منتظر آلبوم جدیدش باش. و اما ببینیم که دوستانی که روی فیسبوک هستن، بله، میگن که ما متاسفانه در کنترل احساس غیر متمدنیم. نه، اجازه بدین تو این قسمت آمریکایی‌ها مثل ما هستن. من کنسرت رفتم مثلا جان التون جان، از بس این جان بولتون احمق رو دیدیم، التون جان، اینقدر مردم میان که توی زمین ورزشی اون کنسرت بود. بچه‌های ما نمیدونم 30 سالگی ازدواجمون بود، چند سالگی خودمون بود، هرچی
اینا به هر دلیلی برای ما تیکت خریده بودن و من و همسرم رفتیم. اونجا هم آمریکایی هم همینجوره. اولا بعضی هاشون که میان پای پای اون میخونن که خب حق داره، میگه من اومدم برنامه زنده، من نمیخوام اون فقط برام بخونه، میخوام خود منم بخونم و لذت ببرم. تو اگه میخوای فقط اون برات بخونه، برو دیویدیشو بذار تو ماشینت یا دیویدیشو بذار تو خونه یا تو تلویزیون نگاه کن. کی حق داره واقعا؟ کدومشون درست میگن؟ بعضیا مثلا مهمونیایی که میگن آقا شام میدن، میگی بله، میگه من نمیام، من فقط کنسرتی میرم که شما بشینی مثل بچه آدم خواننده برنامه اجرا کنه. بعضی ها میگن نه آقا اونجوری هم 2 ساعت 3 ساعت خسته میشین، بهتره اینجوری باشی. بعضی وقتا اصلا خواننده رو ول میکنیم خودمون با خودمون حرف میزنیم. شما چی دوست داری؟ این دفعه مثل اون دوست شیرازیمون که لطف کرد آقا اسمتو میگفتی، فامیلتو میگفتی، از کجا زنگ زدی میگفتی. خب شما که بار اول رسیدی، بازم ممنون که میگی سهر بجان، حالا میگفتی کی هستی، کجا هستی، چطوری، یا به قول خودمون شیرازی ها کاکو چجوری با ما آشنا شدی، چه کسی لطف کرد و برنامه ما رو برای شما فرستاد تا نصف عمر شما رو هم تلف کنه، چون فکر میکرده تا امروز تمام عمرتون تلف شده و نمیمدی برنامه رو ببینی. التون جان خداست. نه خانم، هیچ که خدا نیست، بت نسازید. قولتون میدم اون یکی دیگه هم فکر میکنه آدم فلان خداه، اون یکی هم فکر میکنه نمیدونم بلیک خداه، و این همه خدا داشتن مشکل ایجاد میکنه. التون جان هنرمندیه که سالهای سال میخونه، موزیک میسازه، بلده، و برای مناسبتهای مختلف هم معروفترینش هم برای اون خانم چیز ساخته. خب پس به این خانم رایا بگیم بده در راه خدا، در راه التون جان کمک کنید به تلویزیون مردم. بذارید یه چی بهتون نشون بدم. اگه میخواین کامپیوتر بخرید الان، فرخ اگه میخوای برنامه شروع کنی و کامپیوتر بخری، یه کامپیوتر بسیار خوبی، من خیلی دنبال HP نمیرم، هیلار پکارد چی بود اسمش، به اصطلاح چیز خوبی ندارم ازش، ولی و بیشتر دوربر دل بودم، دلم الان دیگه اینا همشون جای دیگه چیز درست میکنن، و بذارید که اینو بهتون نشون بدم لینک این کامپیوتر. اگه میخواین کامپیوتر دسکتاپ بخرین، میدونید که الان بیشتر برنامه‌ای که درست میکنن برای شما که میخوای یه ایمیل بخونی و یه برنامه مثلا حساب کتابات با کویک بنویسی نیست، برای بچه شماست، برای نوه شماست که اونه که پول خرج میکنه. شما میگردی یه لپتاپ پیدا میکنی $200، حالا یه نمیدونم چی هم داشته باشه، ریبیت هم داشته باشه $40، پدر صاحب بچه رو در میاری، ولی اون بچه هست که میره مکدونالد ساعتی $10، $8، $7 در میاره، ولی $1,500 میره میلیه دستگاه، مانیتورش هم $400 و الی آخر. اینا نفوذ، یعنی بیشتر رو مارکت بچه ها کار میکنن. ناگفته نماند که خیلی از بزرگا هم الان اسیر و گرفتار گیم و گیمینگ شدن، که من الحمدلله چون چیز ندارم، به اصطلاح سلیقه ندارم، هیچ وقت از این گیم های کامپیوتری بازی نکردم. یکی 2-3 بار تخته بازی کردم، دیدم نه اون حالت تخته اصلی رو نداره. خب ای بابا، گفت اوکی روز خوش پرنس، خدا منظور با استعداد. چی شد گفتی روز خوش؟ گفتم تا گفتیم پول خانم رایا میخواد بره و نه وایسا اینجا. I need help to buy it. الان بهت نشون میدم، نگاه کن، عکسش هم بهت نشون میدم. برو اگه فالس چرچ هستین، اتفاقا نزدیک شماست، از همون لی هایوی بیا بالا، بهش میگن مایکرو سنتر، آدرسشو برات میفرستم. برو اونجا و نگاه کن کامپیوتری که من آماده بودم که برم کاسکو بخرم، و بعضی از اینا رو خود کاسکو نداره، شما مجبوری سفارش بدی برات بیاد. بذار اینجا بهت نشون میدم، ببین کاسکو اینو نگاه کن، این نوشته 16 گیگابایت مموری، که البته من اینو یه پول دیگه میدم، حدود $200-300 دیگه میکنم، این 32 برای ما بهتره، ولی این ویدیو کارت 4 گیگابایت جی ای فورس، یکی از بهترین ها و فست ترین ها هست. بعد اسمش اینه HP Omen،
حالا نمیدونم این اومن یک فیگر بازی هست و اینا، هر کس معنیش میدونه برای اون بفسه. بعد شمارش هم هست 880 گیمینگ دسکتاپ. حالا عکسشو دیدید بذارید من اینجا رو بهت نشون بدم، ولی این قیمت رو نخری یا سب کن کلا میرسه، سب کن ببین حالا چی میگه. میگه که این 1400 دلار بوده، 200 دلار شما کم کردیم به شما، چون خودتی یا چون پسر عموی پسر عمود هستی بهت میدیم 1200 دلار، 15 دلار هم ازت پول پست میگیریم، 1200 6% مالیات ویرجینیا رو میگیرن، بگو 60 و 12 تا 72 دلار هم مالیات برات میگیرن. آقا برو این مایکرو سنتر همین کامپیوتر رو بهت میده 999 دلار. وقتی هم میای پای صندوق اونجا گفت گود نیوز، خبر خوب، خوش خبر. راستی تو ایران اگه باشه اینجوری میکنن که ببینه تو حاضری 999 دلار 1000 دلار براش پول بدی، ولی سیستم بهش میگه آقا این شده 899 دلار. پسر یه آقای جوونی هم بود، محمد یا محمد نمیدونم کجایی ها به محمد میگن، محمد اون بود، خیلی جوون مؤدب و اینها، گفت گود نیوز این 100 دلار هم ارزون تر شده. گفتیم اوکی. دو تا چیز مجانی هم بهمون داد از این مایکرو سنتر، مایکرو اس دی. میدونید که این اس دی کارت، این به غیر از اس دی کارت بعضی دستگاه های کارت های کوچکتری میگیره. و یکی من بگه شما که میتونستید 32 گیگابایت تو بکنید توی یه چیز انقدی، چرا از همون اول شروع نکردید؟ یادتونه 32 مگابایت نه گیگا میرفتیم میخریدیم 5-6 دلار که بتونیم مثلا 8 تا 10 تا عکس رو بذاریم روش این ور اون ور ببریم. در هر صورت من فکر کنم همه اینا رو دارن ولی بهمون نمیدن، کم کم میذارن، چون اگه آخری رو بهتون بدن شما آخری رو که میخرید دیگه اینا رو نمیخری، که یکی یکی میذارن شما بخری کنه بشی بری اونجا. حالا بیایم این عکس این حاج آقا کامپیوتر رو نگاه کنیم ببینیم که این چیه که اینقدر، البته الان واقعا گرون نیست، شما میدونید اون وقتا بدترین کامپیوتر شما باید 2000 دلار پول میدادید، ولی الان بهترین کامپیوتر همین 1500 1000 اینها هست. و اینه عکساش هم بهتون نشون بدم، ولی اسمشو بهتون گفتم، اگه باز اطلاعات بیشتری خواستید تا اونجایی که من بدونم و بلد باشم در خدمتتون هستم. و اینه شکلش، اینه که اصلا برای من مهم نیست توی این چه چراغی روشن میشه. من فکر کنم اونایی هم که گیم بازی میکنن برایشون مهم نیست که چه چراغی تو این روشن میشه، چون توجهشون به گیمه. ولی اینا به وسیله این مارکتینگ میکنن و میبینید که مثل همین چیزهای فضایی و اون ترانسفورمرها و اینا عوض میشه، دوتا در اینجا داره، یو اس بی 3 داره. بعد طرف میگه، حالا فکر میکنم دوستان میگن آقا تو خیلی نمیخواد فروشندگی کنی، فروشنده خوبی نیستی. در هر صورت فرخ، اگر میخوای کامپیوتر بخری اینو از دست نده، 899 دلار با اون 9 تا 6 تا 54 تا اینا حدود 950 خورده شد. و من فردا اینجا مشغول عوض کردن اون سیستم به این سیستم هستم. حالا اگر میخوای این سیستم رو میفروشم، ولی چون شما فکر نمیکنم به این چی میگن بخوان به این گستردگی برنامه بذاری، روی وبسایت خودت باشه، روی یوتیوب باشه، روی فیسبوک باشه، احیانا شما روی فیسبوک اینستاگرام اینا میذارید که اونا خیلی احتیاج به ویدیو کارت بزرگ نداری، رم نداری و رم رندوم اکسس مموری تا اونجایی که یادمه، چون من یک دوره هم چیزای کامپیوتر خوندم، بعد دیدم نه آقا من حوصله کامپیوتر بخونه تو اتاق بشین کار اینا ندارم، باید همش تو خیابون باشم، تو فضای آزاد باشم، با مردم باشم، ول کردم رفتم. از یه لحاظی هم اشتباه کردم. I know it's in cross بله لیهایبه بله توی پنم شاپینگ سنتر، اگه موقع نهارم رفتی یه رستوران اونجا هست اون کنار بعد از سیفه، برو اونجا جای رو بخور. خب و اما قرار بود ما امروز با آقای کوروش سلیمانی باشیم. آقای کوروش سلیمانی هم یه جورایی منو گیج کرده. اینایی هست خیلی پرفکشنیستن، میخوان همه چی مرتب باشه،
هیچ وقتم یه چیزی رو شروع نمی کنم، ایشون میشه بگم جز اوناست. الان چند ماه کلی پول خرج کرده، استخدام کرده آدمای به اصطلاح تکنیکال، چی میگم، فنی، برنامه فعلا یه دونه ساخته. حالا بهش میگم خب شما اینو برای من فرستادی، میخوای اینو من پخش کنم یا میخوای بیای تو برنامه؟ هنوز که هنوز خبری نداد. ببینم فرخ اگه اشتباه نکنم یک پیامی قبل از چیز گذاشت، قبل از برنامه، مس سوربی وی تراید تو تست اور اسکایپ بات یو دید نات ریسپوند، لِت اس تست فرست، مای اسوسییت آماندا از پرپیرینگ اوریثینگ. آقا برای که من اون موقع برنامه زنده داشتم، من دیگه فکر نمی‌کردم اسکایپ رو من و شما احتیاج داشته باشیم تست کنیم. اسکایپ خودش یک کلیدی داره، یه چیزی اکو، اونم من نمیفهمم. خب جون درار اسکایپ میذاشتی تست به نام اکو. شما لازم نیست از این اتاق به همسرت بگی عزیزم تو به من تماس بگیر ببینم کار میکنه یا نه، خودتون میتونید تستش کنید. بذارید مثلا من الان اینجا ببینم هستش، من که اسمش رو برشتم کردمش تست اکو، حالا ببینم میاد. ببینید تست، بله تست اکو 1 2 3. ببینید اینجوریه آقای کوروش خان، شما اگه برنامه رو شروع کرده بودی با ما الان خیلی چیزها یاد گرفته بودی. البته یه اشکالی داره، این اکو فقط صدا رو امتحان میکنه، ویدیو رو امتحان نمیکنه. گوش کنیم با هم. Hello, welcome to Skype call testing service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you. الو 1 2 3 4 آزمایش میکنیم، تست میکنیم، چک 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 چک، کریدیت کارت، کش. الو 1 2 3 4 آزمایش میکنیم، تست میکنیم، چک 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 چک، کریدیت کارت، کش. If you are able to hear your own voice, then you have configured Skype. تموش. Okay, I pay $10 a month. ممکنه برات انجام بدن اونا ولی من نمیتونم. خب دوستان عزیز، از شوخی که بگذریم، ماجرای آمریکا همین امروز که من شما صحبت میکنیم، ترامپ و دوستای شالاتانش بودجه سال 2020 رو میبرن مجلس. اولین چیزی که دوباره مورد پرسش و سوال قرار میگیره این دیوار ندبه ای هست که این میخواد بسازه. ندبه که میدونید یعنی توبه، باید شما گناه کرده باشی که بری اونجا گناه توبه کنی. نه، ندبه میشه گناه، میشه توبه یا میشه گریوزاری و خواهش، کدومش میشه؟ ندبه رو بنویسید به فارسی کدومش. یه دیوار ندبه هست توی اسرائیل که هی میرن این ورش مسلمان هست، اون ورش مسیحی هست، اون ورش کلیمی هست. کلیمی ها دیگه از همه خنده دارتره، نسخه مینویسن میکنن تو این سوراخ ها. یادم میاد تو ایران وقتی داشتی میرفتی یه کاغذی میافتاد و اینا، طرف میگفت این ممکنه یه سوره قرآن باشه، ورش میداشت میکردش لای آجورا. یکی دیگه میمد رد میشد، فکر که حالا این یه نفر پیام نوشته برای دوست دخترش یا فلان، ور میداشت فضولی ببینه چی نوشته. خود ما هم کار میکرد. در صورت این آقای ترامپ چون در زندگیش آدم موفقی نبوده، الان که پیر شده میخواد یه کاری انجام بده. اینجا بهش میگن لگسی، یعنی یه خاطره، یه چیزی ازش بمونه. مثلا لگسی کندی، اونم تازه به اشتباه، مال اون نبوده. این شده که شما هیچ وقت نپرس مملکتت برای تو چی کار کرد، تو بگو که تو برای مملکتت چی کار کردی، که این دروغ محضه، این مال کندی نیست، مال یه کارگری بوده. اون گفته بله، ندبه یعنی پشیمانی. پس معنی توبه نمیده، چون باید یه کار بد کرده باشی، پشیمان شده باشی، حالا بیری اونجا ندبه و گریه و زاری، یعنی میخوای توبه کنی دیگه. در اصل ممنون متشکرم از آقای اکبری که هر وقت ما سوال کردیم آمده و گفته. فرخ میگه که یعنی اعتراف. نمیدونم همینجا الان اشکال پیش اومد، اون میگه پشیمان بودن یعنی regret، این یکی میگه اعتراف. اعتراف مسیحی ها دارن، یه اتاقی دارن توی کلیساشون به نام confession room، میری اونجا confess کردن یعنی اعتراف میکنی، و اونا هم برای پدر روحانی دکون باز کردن. طرف میره میشینه اونجا، چه جوک های هم ساختن،
خانمه میگه من با فلانی بودم و فلانی بودم و فلانی بودم، میگه اینقدر بریز به حساب، امشبم وایسا اون کنار تا من بیام. و اما بله پشیمانی. خب بذار ببینم، فرخ هم با شما هم عقیده است و میگه پشیمانی. ببینم پیام این فرخ رو که قبل از برنامه گذاشته پخش کنیم، ببینیم اصلا میخواسته پیامش پخش بشه یا نه. ساعت 12:24 وقتی که من روی ایر بودم، نکنه میخواست، ولی اون موقع برنامه صداش پیچش نداشت. بذارید ببینیم چی میگه. از فرخ یه سوال کردم، گفتم چرا در جاهای عمومی من شما رو کمتر میبینم؟ البته خب ممکنه مثلا من این هفته رفتم بیرون، ایشون هفته آینده بره بیرون، اینی که همدیگر رو نمیبینیم. قدیما ایشون رو بیشتر میدیدم ولی الان کمتر میبینم. و الو سلام پارسا عزیز، فرخ هستم، روزت بخیر. پارسا جون این صدا خودت هم میدونی که خوب نیست، نمیدونم قبل از پخش این برنامه امتحان کردی یا نه. آره ببین عزیز من، این دوستان وسیله و امکانات ندارن قبل از اینکه برن توی اون پارلمان یا قبل از اینکه برن توی اون کنفرانسی که بوده، یه میز اونجا بوده نشستن، دوربین معمولی رو گذاشتن. شما وقتی دوربین معمولی میذاری چقدر خوب شد گفتی، اتفاقا من برای آقای راستگو نوشتم. آقای راستگو ببینید، باورتون میشه ما به جای نسخه و اینها این چیزا رو داریم. یه چیزی هست مثلا این سونی، میبینی سونی به این کوچولویی، اینو من قدیما خریدم $100، بعد دیدم شد $40. اینو شما میزدی اینجا اینجوری، یا رو کراوات، بعد اینو میزنی توی ماسماسک، صدا میره اونجا. این دوستان نشستن 1.5-2 متر فاصله دارن با دوربین، 3 نفرن، حتی صدای نفس شما، صدای هوا، دیگه خودت خواننده بودی، هستی، موزیسیانی، میدونی اینا حس ایجاد میکنه، نه حسا، اینجوری ایجاد میکنه. بعضی وقتا اینا پژواک ایجاد میکنه، من اگر حرف نزنم این هوا میره داخل میکروفون میاد، هی میره داخل میکروفون میاد، هی بیشتر میشه بیشتر میشه و داد بیداد، بعضی وقتا جیغ میزنه. دیدید خواننده میکروفون میگیره دستش، حرف نمیزنه، یه دفعه سوت میزنه. این اتفاقا مال حرف نزدنه. به آقای راستگو نوشتم که به این دوستان بگو خیلی ممنون برنامه ساختید، ولی میکروفون باید بگیرید که میکروفون به شما نزدیک باشه، سیمش بره توی دوربین. الان میکروفونای بی سیم ساختن، والا با $30-$40 هم میشه بخری. بعضی وقتا خب اینا هم پول کم دارن ندارن، هم این که ممکنه ندونن. اون موقع که شما زنگ زدی اصلا برنامه من نبوده، ویدیوی بوده که روی یوتیوب هست، الان لینکشم بهت نشون میدم، چون من برنامه خودم که هنوز نتونستم بذارم روی یوتیوب. نه دیگه، شما قبول داری بعد این همه سال که منو میشناسی فرخ، خداییش اگه یه نفر بیاد به شما بگه آقا این سوربی بد اخلاق، دشمن ملت ایران، خائن به وطن، شما هیچ وقت ازش حرف دروغی شنیدی یا نه؟ شما چی میگی؟ فکر کنم بیشتری ها بگن آقا این به خاطری که دروغ نمیگه شما فکر میکنی مزدوره، به خاطری که دروغ نمیگه شما فکر میکنی خائنه. اگه دروغ میگو قربون صد قد میرد، مثلا میگو شما نمیدونی یه خانم کردی آمده بود اونجا چه جیغهای قشنگی میزد، من اصلا میخواستم بگم امید جان تو نخون، خفشو بزین خانم جیغ بزنه. نیستم من، نمیتونم این کار انجام بده. در اصل اون برنامه برات لینک اصلیشو میفرستم، ببین که صدا اول چجوری خوبه و موزیک خوبه، اون کاری که تو استودیو کردن و تیک تیک کردن و ادیت کردن، وقتی این دوستان صحبت میکنن هر کدومشون یکی ندارن اون چیزی رو که من الان اینجا بهتون نشون میدم. ببین من الان اینو که صحبت میکنم، نگاه کن عزیز برادر، ببین این برنامه زنده، یک لحظه یه چیزی یاد بگیریم بهتر از اینه، و الان برنامه ما که چیزی به اون صورت نداره که کسی بخواد ازش یاد بگیره، ولی شما یاد بگیرید. نگاه کنید این پروگرام، این یک که من استفاده میکنم، این انکودری هم هست که از سالی که ما تلویزیون مردم رو باز کردیم تأسیس کردیم، این انکودر با ما بوده، بهش میگن ویندو میدیا انکودر. و نگاه کنید الان من حرف که میزنم این بغل، نگاه کن چجوری میره بالا، اگه داد بزنم قرمزم میشه. من یعنی لول آدیو یا
والیوم رو دارم میبینم. خب حالا نگاه کنید، یه پروگرام دیگه هست. این پروگرام هست که تو قسمت دوم، باز ممنونم از شما تماس گرفتی فرخ جان، این بود. ببین وقتی من اینو نشون میدم، اول عکس خود من ها، ولی چون میشه پیکچر این پیکچر هم میبینی. ببین ما اینجا چند تا میکروفون داریم که میتونیم روشن کنیم. این پایین رو برات میارم، ببین 1 2 3. اینه که میگم ممکنه شما نخوای به این وسعت شروع کنی، بعدا ممکنه به اینجا برسی. ببین من الان اینو شروع کنم، ممکنه یکی هم کار کنه. اینو شروع کنم، ممکنه یکی هم صدا بده. اینو شروع کنم، ببین الان اگه دوتا استفاده کنم میبینی پیچش صدا ایجاد میشه. ببینم اینم هست، شد 3 تا. میبینی این یکی فکر نمیکنه این فقط مال فیلم و اینا هست. خب مش گفت اگر دردم، یا به قول اون چیز گفت اگر دردم یکی بیدی چه بیدی، یعنی اگر یه مرض و یه مشکل داشتیم که اصلا نگرانی نداشتیم، اگه یه آخوند دوز داشتیم که نگرانی نداشتیم، ولی بدبختی اینه که آقا نشستی اینجا، آقای مهدی خلجی یار قار رضا پهلوی، یه دفعه میبینی زنش شده متهم شیشم در دزدی و پول بردن و اینها. البته ایشون یک مقاله نوشته و گفته که اینه اگه میخوای سنی فرخ بهت میدم 20 دلار، ولی بیسیم شو بخری بهتره. البته خود شما میدونی هیچ وقت کیفیت بیسیم مثل باسیم نمیشه. خب از فیلم مارمولک یاد گرفتی عزیز برادر. آره هیچ وقت ما عزیز برادر نمیگفتیم قبلا. در هر صورت یادداشت مهدی خلجی درباره اتهامات رسانه‌ای اخیر به همسرش مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، آل آقا. و خب طبق معمول اینا همشون چیکار میکنن؟ تکذیب میکنن و میگه اون نفرات اول اینا رو به اصطلاح اسم بردن که شریک جرمشون زیاد بشه، به اصطلاح از بعد که میخوان محاکمه کنن و محکوم کنن و بهشون زندانی بدن یا جریمه کنن، شریک جرم که زیاد داشته باشی جرمای شما کم میشه. اینم آقای مهدی خلجی. و اما چیزی که من تعجب کردم، آقای مجتبی واحدی، من دو بار باهاش مصاحبه کردم، اسم من و اونو بنویسید هست. ایشون خیلی هم اوائل تند صحبت میکرد، بهش گفتم آقا یواش، ما ایرانی ها یواش صحبت میکنیم، آهسته صحبت میکنیم، شما به کجا چنین شتابان؟ همون شعره هست، به کجا چنین شتابان، چرا اینقدر با سرعت صحبت میکنی؟ هی میگفت چشم، دوباره یه جمله که میرفت تون میافتاد، ولی وقتی مینویسه دیگه سرعتش دست شماست که با سرعت خودت بخونی. خوندم که مقاله نوشته، سخنی با رضا پهلوی، مجتبی واحدی یکی از یاران قار این آقای کروبی بوده که بعد از اون ماجرای 1388 و انتخابات فلان اینا آمد خارج و تو همین منطقه است و تو تلویزیون‌های مختلف، رادیوهای مختلف دیدینش. ولی الان من فکر میکنم چون این میگه که نکنه من از قافل عقب بیفتم، رضا پهلوی یه جایی یه کاری بشه، منم یه چی بنویسم. یه چیزی نوشتی که آقای رضا پهلوی من حاضرم در کنار شما باشم. آقا مجتبی واحدی عزیز برادر، از خودت سوال کن این چه کار میکنه که شما میخوای در کنارش باشی؟ وقتی میره کازینو میخوای کنارش باشی؟ اول از خانمت اجازه بگی بین اجازت میده که بری؟ وقتی کباب سیخ میکنه میخوای کنارش باشی؟ آخه این چه کار کرده که شما میخوای کنارش باشی؟ چرا شما هم شدید مثل اون عرق خوری که عرقه رو میخوره بعد میره دست نماز میگیره میگه حالا شاید بهشت و جهنم و نکیر منکر خدایی هم بود؟ نکنید این کارو، راسخ باشید، صادق باشید به مردم. شما نمیتونید دنبال سید مهدی کروبی بوده باشی، اون مردک و اون بنیاد شهدا و اون سوء استفاده ها رو شما شاهد و ناظرش بوده باشی، بعد بیای آمریکا حالا همکار و همدست رضا پهلوی بشی. این نشون میده که شما یه آدم فرصت طلب هستی و منتظر یک باد بودی. حالا بعضی وقتا این باد ببینی طرف دیزی خورده، بادش همچین خوشایند نیست، مواظب باش. خب
و اما تشکر از بیننده جدید همشهری. ببین آقای همشهری که دو بار پیغام گذاشتی خیلی معروف شدی، قرمز اینجا نوشتم تشکر از بیننده جدید همشهری، بعد نوشتم شعر حالو به سروش و مردم ایران. چون شما اسمتو نگفتی اینجا میگن شما، یا تو ایران میگفتن، میگفتن اصل قضاوت رو بر براءت بذار. این براءت همون تبرئه شدن، از کلمه تبرئه اونا میاد، یعنی میگه فوری طرف رو گناهکار خطاب نکن. ما گفتیم خب این اگه شیرازی بود، شیرازی مگه میشه به یه شیرازی دیگه زنگ بزنه نگه من کیم، حتی دو تا آشنا بیاره که آقا اصلا میدونی این شوهر عمه شما یه وقتی شوهر عمه مام بوده. داشتم آمان شوهر عمه داشتم که چند تا زن داشت، وای این زنها وقتی فهمیدن که این چند تا زن داره بیچاره رو عاجز کرد. در هر صورت من گفتم خب شاید شما ایران هستی و میترسی. بعد گفتم نه آقا، ایران که خانم‌ها تو مترو اینجوری گل پخش میکنن، اون یکی میره وای میسه رو پست بعد سرسریشو در میاره، اون یکی که وای میسه عملا حاجیر چیچیر زده، آخوندار زده، آقای حالو میشینه شعر میخونه به سروش و به آخونده و به همه فوش میگه. اون آقای دیگه چی بود وقتی تو میگویی وطن من خاک بر سر میکنم، آقای بگید دیگه اسمشو، هولاکویان، نه هولاکویان که دکتر اینجاست. خلاصه گفتم نه، این فقط از یک سری افرادی برمیاد که از سایه خودشونم میترسن و اینا خطرناکترین آدم هاست. وقتی شما از سایه خودت بترسی زندگی اطرافیانت هم خراب میکن. در هر صورت امیدوارم وقتی که این برنامه رو دیدی، حالا من پیاماتم پخش میکنم، بعدم تماس بگیری با هم بتونیم قشنگ مصاحبه داشته باشیم، شما بیا نظرت رو بگو. و شما درسته که من میگم ببینید الان اینجا داریم و اینم ما برای شما نگذاشتیم، برو برنامه رو چند سال برو عقب نگاه کن، نوشتیم تماشا کنید، نظر بدهید، مهمان برنامه های آینده ما باشید. درسته که اینو می‌نویسیم، ولی نه اینکه شما که از راه رسیدی فوری زنگ بزنی بگی آقا شما داری راجع به چی صحبت میکنی من میخوام نظر بدم. داشتیم طرف زنگ زده به وایس آف امریکا، آقای احمد رضا بهالو، اونم هم استانی ما هست، زنگ زده گفته آقای بهالو من تازه رسیدم، برنامه امروزتون در چه موردیه، من میخوام نظر بدم. دوستان ما این هستیم. زنگ زده طرف آقای بهالو داشته میگفته که امسال، نه امسال، حالی سالی عید نوروز با مثلا ماه رمضان شده بود یکی، اون وقت اون ایام قتل چی بهش میگن ضربت خوردن و شهادت حضرت علی شده بود درست همون روزا، میگو مردم نمیدونن چه کار کنن. گوش کنید با دقت ببینید، شهادت از بین رفتن و مردن حضرت علی، اون آقای با اطمینان خاطر زنگ زد گفت آقای بهالو خود حضرت علی این مشکل رو حل کرده، گفته که هر وقت شهادت هست با عید نوروز شما برو شهادت عزاداری کن، بعدم بیا عید نوروز جشن بگی. همینجور برای امام حسین هم گفته. یعنی اصلا این فکر نمیکنه آقا امام حسین بعد از امام علی بوده، امام علی بعدش که نمیدونسته که ایران ماه رمضان ماه قمری میفته تو ماه شمسی. این بود که سربی بعد از 5 سال از 1998، البته بعد از 4 سال رسید به یه جمله‌ای که با 3 کلمه فعل فاعل مفعولم داره. همچنین دیدید شما جمله 3 کلمه‌ای که فعل و فاعل و مفعولم داشته باشه، گفت کارمون خیلی خرابه و تا امروز کسی نتونسته بیاد بگه نه آقا کارمون درسته. فقط پوش میدن میگه آقا کار شما خرابه. میگم احمق، من که خودم گفتم کارمون خیلی خرابه، ولی اگه کار شما درسته بیا جلو ما شما رو نشون بدیم به مردم. بعد آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. خب سلام آقای سربی عزیز، وقتت بخیر. خدا وکیلی مثل شوهر عمه من که 3 تا زن داشت. بله خانم تنازی میگه آقای ویلسون انگلیسی هم 4 تا زن داشت که هیچ کدام تا قبل از مرگش از هم خبر نداشتن. خانم تنازی
اون ویلسون ول کن. این خواننده ای هست اینجا اسمش رابرت کلی، گذاشته آر کلی، زن داشته، 3 بچه داشته، دوست دختر، نمیدونم این میسترس، من بعض وقتا با مترس اشتباه میکنم، میسترس های گوناگون داشته، ولی یه مرگی، یه مرضی داره که دوست داره بره با دخترهای جوان زیر سن قانونی، و این کار توی آمریکا جرم سختی داره. البته آقا این وودی آلن رفته با همسرش دختره رو آورده، اداپت کرده، سرپرستیش قبول کرده، بعد باهاش رابطه داشته. نماینده مجلسی رفته بود، یه نفر آورده بود، وایستاده بود این به سن قانونی برسه، رسما باهاش سکس داشته باشه. و این آقای آرکلی الان هی فیلماش داره میاد که این با دخترها چی داره، بعد چند تا دختر رو اینا میگن اسیر کرده، دواخورشون کرده، شستشوی مغزیشون داده، مثل رجوی و مریم رجوی که 2000 نفر آدم بدبخت رو اونجا نگه داشته. این میگن این دخترهای کم سن و سال رو نگه داشتن، البته سنشون الان قانونیه 19 سالش اینا، ولی بچه های خود این از اونها بزرگتره. حالا اینو شما داشته باشید، گرفتن شو رفتن دادگاه و یه مصاحبه انجام دادن، تو مصاحبه پرید بالا و داد بیداد کرد و کار خودش خرابتر کرد. 160,000 دلار کسی که اینقدر میلیون ها دلار پول داره، 160,000 دلار پول چایلد سپورت، یعنی حقوق بچه های خودش رو نداده بود. و وقتی میندازنش زندان بهش میگن که مثلا 500,000 دلار با ودیعه سپرده وثیقه بذاری، ولی تو آمریکا میگه اول باید اون پوله رو بدی تا بتونی این وثیقه رو بذاری آزاد کنی. میگه یه چی میگن، دیواری خراب شه یه گودی پر بشه، جهان گردد به کام کاسلیسان. خوب شد برای زن این که سالها صدمه و بدبختی میکشیده از دست این، و 160,000 دلار به اون زنه بده کاره. 160,000 دلار دیروز دادن به اون زن و این آزاد شده، آمده بیرون. حالا تا ببینیم دادگاه بعدن چی کار میکنه، ولی باز اینجا اصل بر اینه که همه بیگناه هستن تا گناهشون ثابت بشه. یعنی اگه میخوای فکرش کنی، درست برعکس ما که ما میگیم همه گناهکارن تا بیگناهیشون ثابت بشه، بعد ما باشون دوست بشیم. من تو فکر هستم الان که بهار آمده بود، روزا به اصطلاح بیشتر روشن است و اینا، من برنامه هم از ساعت 2 بعد از ظهر ببرم به طرف 3، که مثلا 1 ساعت بین برنامه کانون خودم چیز داشته باشم دیگه، مثل جوونیمون نیست 8 ساعت بتونیم برنامه اجرا کنیم. ببخشید هنوز هم عادت نداریم ما از این پمپرز و دایپرز و پوشک ببندیم، باید بالاخره بعد 1-2 ساعت یه دستشویی بریم بیای اینها، مخصوصا اگر چپ و راست چای مینوشی که ما هم زود تمومش میکنیم. اون شب داشتم ویسکی میخوردم، یکی گفت خیلی خوشم میاد، تو ویسکی را مثل آبجو میخوری. گفتم چیکار کنم دیگه، عادت کردیم به آبجو خوردن. تو خب یه ساعتی بین اینا فاصله بذارم. نظر شماها چیه؟ به نظر شما بهتره که برنامه ها به جای 2 بعد از ظهر 3 بعد از ظهر شروع بشه، یا کلن همین 2 بعد از ظهر مناسبه برای شما؟ چون خیلی ها من گفتن آقا چرا برنامه شب نمیذاری، شب ما خونه هستیم و اینها. گفتیم بابا جون ما هم کار زندگی داریم، ما هم دوست داریم شب خونهمون باشیم با زن و بچه و نوه نگو شیرینی بگو، قند و نبات. بله. و اما اینجا نوشتم امید که رفتیم و برنامه بسیار خوبی بود، بالش 3 نفره. بذارید من این بالش 3 نفرم به شما نشون بدم، و اگه این دوستان آقای فرزان دلجو و دوستان دیگه شون اینجا باشن قبل از برنامه، با هم یک گفت و شنودی هم خواهیم داشت. من 2 بار فرزان دلجو رو دیدم، 1 بار در نمایشگاه اینجا در نووا، و 1 بارم در کالیفرنیا در ختم می بود، برنامه ختم یکی از ایرانی ها بود. خیلی آدم خوشمشرب و بگو و بخندی هست و سالهاست که در کارهای هنری بوده و به قول معروف برای خودش اینجا یک کرسی داره. نوروز سلبریشن، جشن نوروز. و نوشته که 16 ماه مارس توی کجا هست بگید، نووا.
بعد از 3 دهه فرزان دلجو و آیلین و ویگن در صحنه تئاتر با شرکت سحر اخوان و هنرمندی علی پورتاش. دیدم که آقای پورتاش با خانم سحر اخوان ازدواج کرده. ازدواج این دو عزیز رو بهشون تبریک میگیم. اون وقتا میگفتن امیدواریم 2 سر و 1 بالش باشین، الان که هر یه نفری 3 تا بالش میذاره زیر کلش. دیدید این تخت خوابات عکسش رو بدروم و اینا رو که نشون میده 20 تا بالش روی این هاست. شما وقتی میخوایی بخوابی ربع ساعت بعدی بالش ها رو بریزی این و بذاری رو مبل، بذاری اون و تا بتونی تازه بری بخوابی. و اما میگه که کمدی ترین و جنجالی ترین نمایش 20 سال اخیر نمایشی از فرزان دلجو. لطف کنید به صفحه آرمان شهبازی برید برای تهیه بلیت. فکر کنم kudum.com اینها هم بلیت میتونید تهیه کنید. و اگه لطف کنید مثلا با آرمان بگید ما آگهی شما رو از تلویزیون مردم دیدیم، والا ما از اینا پولی نمیگیریم. من آرمان و داداشش فکر کنم ایمان و خواهرش مروارید و دایی اینا فرهاد خواننده رو، نه اون خواننده که فوت شد تو ایران بود جمعه ها، نه فرهادی که فکر کنم اسم اصلش محمد گذاشته فرهاد اسمونش و الان هم لاس وگاسه، و از همه اینا مهمتر خود آرمانم میدونه پدر اینها رو من میشناسم و میشناختم و باشون آشنا شدم و در دوره‌ای که سال 2001 تا 2003 در تلویزیون رنگارنگ بودم پدر ایشون هم خیلی آدم با محبتیه، خیلی انسان بزرگیه و کسیه که اگه اشتباه نکنم کتابای کنکور و اون کتابای کمکی کنکور اینا بودا ایشون آقای شهبازی بزرگ اونا رو می‌نویسه. بله میگه خب ساعت 3 بهتره که اینجا میشه 9 شب، تا یه چند روز اونجا میشه 8 شب آقای اکبری، چون اینجا یه ساعت ما رو بردن جلو، نمیدونم آلمان که این ساعت جلو بردن عقب هیچ فایده ای نداشته. اصلا آقا این جلو بردن عقب بردن برای موقعی بوده که کشاورزی اینا زیاد بوده، برای موقعی بوده که اینجا که الان قربونش برن آمریکا شب و روز مردم ماشیناشون که چراغش روشن اتوماتیک، آفیس که اصلا اگه یه جا شما خاموش کنی تعجب میکنه، شما اگه چراغت خاموش کنی تعجب میکنه. من نمیدونم این چه صرف جوییه. و بعد ثابت کردن بعضیا که ضرر و زیان داره، اولا این تعادل بدن رو میریزه به هم تا یه مدتی. در صورت دیروز ساعت ما 1 ساعت رفته جلو، الان اینجا 3:06 است، احتمالا ساعت در آلمان 8:06 است. چون برای آقای نیساری نوشتم من امروز 8 شب با شما تماس میگیرم که به وقت خودمون شد 3، ایشون گفت من نمیتونم هفته آینده. بذارید یه زنگی بزنیم به آقای کوروش سلیمانی و ببینیم ایشون هستش یا نیستش، چون میگم توضیح کامل و وافی و اینها نداد اونجا. برایش نوشتم شما این فیلمی که فرستادی میخوای من فیلمو پخش کنم یا میخوای فردا امتحان کنیم، چهارشنبه برنامه داشته باشیم؟ و دیگه چیزی ننوشت. تو برنامه قبلی زنگ زده به اسکایپ که حالا هم بله فرخ سپهرا 605-475-5883 is okay. خیلی ممنون، یعنی اونجا صدا رو میشنوی. این یه برنامه خوبیه، تو هم اگر برنامه رادیو تلویزیون شروع کردی یا خاصی از این استفاده کن، مجانیه. اون وقتا آدیو ناو این رو میداد، الان یه شرکت دیگه اومده به نام زینو ZENO، اینا همین چیز هم بودن، طرف های رستون و تایسن و اینها بودن. و ببین من با آقای سلیمانی دارم اونجا زنگ میزنم، ایشون اینجا زنگ میزنه. آقای سلیمانی بفرمایید. خواهشی و هیچ اشکالی نداره، بهتر فردا با هم آزمایش کنم. باشه هفته دیگه نه چهارشنبه. اوکی فردا من آزادم با شما آزمایش. به دوستان شکایت شما رو کردم، گفتم این سلیمانی اینقدر پرفکشنیسته، فکر میکنم از خونه که میره بیرون یه 6 بار برمیگرده میگه فلان پیرنم ببرم شاید بارون بیاد، کفشم هم ببرم شاید اینجوری بشه. نکن آقا، قدم اولو بردار درست میشه. چشم روشن، خیلی ممنون که زنگ زدید. باشه عزیزم، خدا نگهدار، به امید دیدم. مرسی مرسی. خب اینم آقای سلیمانی، خیالمون راحت شد.
بعد اینجا میگه که کوروش is unavailable، یعنی در دسترس نیست. بله خب، و بالش سه نفره رو گفتیم، امید رو گفتیم، نوشتم برای خودم not to me عکس ها رو نشون بده. یه چند تا عکس ما هر زمانی که دستمون میرسه و دوستان برامون میفرستن اینجا نشون میدیم. دوستانی که دنبال ترامپ هستن که برو بزن بکش اینها، اینی یه بار دیگه هم نشون دادم ولی باز بهتون نشون میدم، حتی اگه دارید بعدن میبینید. نمیدونم تو برنامه زنده ما این امکانو گذاشتیم که شما بتونید پاز بدید یا چی میگن استاپش کنید، نگهش دارید. ببینید میگه که عراق این قبل از جنگ، این بعد از جنگ، بغلش هم نوشته با آیسیس. این لیبی قبل از آیسیس، بعد از آیسیس. این یکی یمن قبل، این یکی بعدش. این یکی سوریه قبل بعدش. حالا شما ممکنه بگید ما که نمیگیم که آیسیس بیاد اونجا، ما میگیم ترامپ بیاد. ببین آقا برو یکم خانم ها معمولا اینو نمیگن، خانم ها عقلشون بیشتر از ما هست. آقا جون شما برو، نه یه دوستی داریم اونم خانم طرفدار ترامپ، نمیدونم، نمیخوام توهین کنیم به اینا بگیم کم عقلن، یه کمی احساساتشون باعث میشه اون جمله‌ای که میگن از دست شپش کسی یقه پاره نمیکنه، اینا از دست شپش یقه پاره میکنن، هیچی، پیرنه رو آتیش بزنن، خونه رو ممکن آتیش بزنن. ترامپ یا آمریکا وقتی میاد یه جا هدفش اینه که اونجا سلطه داشته باشه، بتونه نفتا رو ارزون بخره، بتونه دایموند یا الماس رو ارزون بگیره، بعد که به هدفش رسید مردم رو ول میکنه به یاد خدا. وقتی به یاد خدا ول میکنی آیسیس میاد میگه آها اینا آماده هستن برای خدای من، من میخوام بهشون بگم چه خدایی. یکیش آیسیس میاد، یکیش طالبان میاد، یکیش القاعده میاد، یکیش اون حزب مال فلسطین چیه، حزب الله میاد. اینجوری میشه. در صورت گفت از من گفتن، از شما هم نشنیدن، من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. این ایران دموکراسی رو نشون دادیم، بذارید پاکش کنیم که دیگه اینجا رو صفحه دسکتاپمون هم نباشه. اینو نشون دادم قبلا، بازم امروز بهتون نشون میدم، چون من میگم برنامه رو ست کرده بودم که دو تا مهمون داشته باشیم، آقای فرزاد یزدانی، آقای فرزاد نیساری، به اصطلاح نیم ساعت با ایشون باشیم، آقای ببخشید این یکی کامرای سه، آقای کوروش سلیمانی هم یه نیم ساعت هم با ایشون باشیم، این یه ساعت، اون یه ساعت دیگر هم من باهاتون کلکل کنم که این دوتا دوست امروز امکان ندارن که با ما باشن، اویلیبل نیستن. ولی این نقاشی یا این کاریکاتور، چون در رابطه با همین کاریکاتور هم هست که آقای کوروش سلیمانی هم بعدن میاد و صحبت میکنه درباره آقای اسماعیل وفا یغمایی، درباره خانم فرع دیبا. ببین گفتم خانم فرع دیبا، دیگه شکایت نکنی که توهین کردی بهش. ببین نوشته How to profit from the Iranian nuclear threat، میگه چگونه سودجویی کنیم از تهدیدهای ایران، تهدید ایران، نمیگه نوکلیر بامب و نوکلیر فسیلیتی و فلان. The majority of American weapons are sold to countries in the Persian Gulf for tens of billions of dollars of annual profit. میگه که بیشترین زرادخانه، گفتن یکی زرادخانه میشه پول چاپ کردن، یکی میشه زرادخانه، نمیدونم، در صورت بیشترین وسائل جنگ و توپ و تانک و موشک و هواپیما و این روزا که چیزای تکنیکی هم اومده اضافه شده، میگه بیشترین اینها رو میفروشن به کشورهای دور و بر ایران، چون از ایران استفاده میکنن به عنوان تهدید. ولی نگاه کنید اون کسی که اینو کشیده چقدر جانانه آمده این پمپ یا اون چیزی رو که اینو چی میگفتن، من دیده بودم حتی اینو توی بازار مسگرا و اونجایی که سفیدگری و اینا میکردن، میگفتن تو بدم بمیرو بدم، به یه نفر اینجوری با آتیش هم که میخواستن باد بزنن بود. میگه که آمریکا این میز رو گذاشته برای فروش اسلحه، اینو باد میکنه، این حالا عکس یا خمینیه یا خامنه‌ای یا هر آخوندی، اینو هی بزرگ میکنه، این عربا هم
به جای این که حالا همبستگیشون با اونا باشن همین پول رو برای مردم خودشون خرج کنن، میدونن به طرف آمریکا و پول رو به این میدن. بهترین کاریکاتوری که تا حالا من دیدم. و میگه ISIS came after Bush attacking Iraq. خود خانم هیلری کلینتون میگه ISIS و طالبان و القاعده رو بناش رو ما گذاشتیم. البته ISIS رو مطمئن نیستم بعد از بوش اومده یا در دوره اوباما، بالاخره در دوره یکی از اینا بوده و شما بهتر از من میدونی اوباما دموکرات و بوش ریپابلیکن و اینا فرقی نمی کنن. به قول این دوستان بهایی، ما همه شاخه های یک درختیم و هممون میوه های یک چیزی دارن اینجوری. خب عکس ها را نشان بده. چشم نشون میدم. ایران و یو اس هم اینم دیگه ببندیم، دیلیتش کنیم. دیگه چی داریم؟ یک عکس دیگه گذاشته بودم، حالا مهم نیست. آها این نوشتم که اینم نشون بدیم. وقتی که حاکم فقط بخواد حکومت کنه و نخواد همراه باشه یا همگام باشه با مردمش، این سناریو یعنی داستان فیلم، نگاه کنید، یا داستان نمایش. ببینید یه وزنه اینجا هست، آمدن زیرش هم مثل قدیم که سنگهای بزرگ رو می بردن برای اهرام ثلاثه، خب می کشن. میگه نگاه کن این با میز و صندلی نشسته روی همون سنگ بزرگ و این حاکم سه نفر این سنگ رو که می کشن هیچ، باید وزن این مردک رو هم تحمل کنه. حالا اینو لاغر کشیده، اینو باید چاقتر میکشید، خودشو صندلیشو میزشو تحمل کنن. ولی میگه نگاه کنید اگه این حاکم تبدیل بشه به رهبر و بیاد در جلو دیگران حرکت کنه، وزن میز و صندلی که حذف میشه هیچی، خودشم کمک میکنه. یعنی انگار دو نفر اینجا اضافه شدن. ولی شما میشناسید رهبری؟ آقای مجتبی واحدی، شما فکر میکنی آقای رضا پهلوی که هر جا میره فوراً بهش میگن شما شاهی بیا بزن تو صف، خبری نیست، میاد در کنار شما باشه یا جلو شما باشه یا میره میشین رو صندلی؟ مواظب باش آقای واحدی، حواست به خودت باشه. و اما میگه که براتون گفتم که ما تو شیراز که بودیم، این فامیل ما نزدیک محله اونجا میگفتن محله جودا، محله کلیمی ها زندگی میکرد و یکی از درآمدهای ما که پول سینما اونو تهیه میکردیم بود که شنبه ها تو هرچی پول داشتیم جمعه خرج شد، شنبه ها را میافتادیم تو محله کلیمی ها، مخصوصا بعد از مدرسه که از هوا داشت تاریک میشد، اینا دست به چراغ نمیزدن روشن کنن، ما یک قرون 2000-5000 میگرفتیم چراغ ها رو روشن میکردیم. حالا ببین اینا رو داشته باش. میگه leaving the Sabbath rest. بعد اینجا نوشته rest area next ride. حالا من نمیدونم چرا اینو گذاشته اینجا، ولی اینجا میگه سبات الیویتور. این سبات همون روز شنبه هاست که اینا خوراک نمیپزن، چیزی روشن نمیکنن و اینها. میگه که on the Jewish Sabbath and Jewish holidays this elevator stops automatically on every floor. ببینید برای که اینا سوار الیویتور نمیشن، سوار آسانسور نمیشن که دست نزنن به یه چیز برقی، تو روزای تعطیل شما مثلا تو آمریکا میخوای بری طبقه 68 سوار شدی، این طبقه 1 وای میسه، 2 وای میسه، 3 بچه‌ها این اذیتو میکردن، همه رو میزدن که این آقا کلیمیه هنوز میترسه که مبادا این همون آتشی باشه که تو داستان تو قصه گفتن موسی برداشته گذاشته رو زبونش. ببین چه بدبختی ما گرفتاریم. اونایی که فقط فکر میکنید مسلمونا عقب افتاده هستن و خرافاتی هستن، آقا این مسلمونا که خاک بر سر میکنن، اون مسیحی ها که چهارشنبه اش نمیدونم ونزده اینجاشو خاکستر بر پیشانی میکنه، اینها همشون چکیده این دوستان یهودی هستن. برو اونجا ایراد بگی. بماند یه عکس دیگه براتون دارم. این عکس رو نوشتیم دوستان کلیمی دلیت و ایران زنان، این رو هم بیارم. آها من دیدم که مثلا طرف میگه من نوشته من میخوام کلیه بفروشم،
آگهیشون نشون میدن ولی شماره تلفنش رو میپوشونن، خط خطی میکنن. من نمیدونم، به نظر من باید نشون بدن، چون اولا اون کسی که اومده آگهی زده گذاشته تو خیابون میخواد کلیهش رو بفروشه، شاید اگه شما و من نشون بدیم یه کمکی بهش باشه. حالا این ماجرا قابل توجه خانمهای زیر 33 سال، آیا در پی کسب درآمد هستید؟ با اهدای تخمک هایی که هر ماه از طریق عادت ماهانه از دست می دهید به خانم هایی که بچه دار نمی شوند مبلغ 1,500,000 تومان دریافت کنید، و یا با اجاره دادن رحم خود به ایشان مبلغ 18,000,000 تومان و ماهانه 350,000 تومان دریافت نمایید. ضمن اینکه در شاد کردن کانون خانوادهایی که از نعمت بچه دار شدن محرومند سهیم خواهید شد، برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید که شماره رو چند رقمش نوشته، اسمم نوشته تیموری و روش خط کشیده. ببینید دوستان، آخوندها با تمام حماقتشون، با تمام بنیادگراییشون، عقب افتادگیشون، فناتیک بودنشون، از جورج بوش جلوتر بودن در ماجرای استمسل. استمسل یعنی سلهای بنیادی. همین دیشب 60 مینیت یه چیزی نشون میداد، گو این خانمه 22 سال، 23 سالشه، از موقعی که بچه بوده همیشه بدنش درد میکرد، جوری که وقتی میبردنش دکتر گریه و زاری بدنش درد میکرده، دکترها میگفتن این معتاده، میخواد ما بهش مورفین بزنیم. که حالا برفرضم اینجوری باشه، خب آقا مورفین بهش بده، بعد دوا و درمونش کن، چرا میذاری درد بکشه؟ بعد نشون داد که این، فکر کنم گلبول‌های قرمز، میگو این گلبول‌های قرمز یه آدمسای مکیدنی بود، باز میکردیم تو داخلش گرد بود، مثل دونات بود شکلش، وقتی بعد نازک میشد بعد که میشکست تیز میشد یه جاش. میگه گلبول ها شکل اون هستن و این گلبول ها تو جریان تو رگ ها خیلی آسون میرن و چون دایره هستن میخوره به دیوار، میاد این ور رد میشه میره. میگه اینا بعضی وقتا نصفشون میشکنه، یا اون این آب نبات هایی که تو دهنت خوردی حالا یه هلال ماهش مونده. میگه این هلال ماه، همه ماها خوب نیستن، ماه پرتو، میگن پرتو ماه مریم رجبی، میگه این هلال ما گیر میکنه با هلالای دیگه و نمیذاره یه جاهای خون بره. خون چی میبره؟ اکسیژن میبره. اکسیژن نبره چی میشه؟ درد میگیره. حالا چیکار کردن دکترای اینجا؟ میاد از رو همین آزمایشای نمیدونم ژن و اون یکی دیگه استمسل و اینها کارایی کردن که، و بزرگترینشون اینجا هست تو مریلند، فعلا اون آقای حسین گنجبخش هم اونجا کار میکنه، دکتر حسین گنجبخش، غلام حسین گنجبخش. میان یه کاری میکنن به اون ویروس HIV یا اید، که اون وقتی میارن با این نمیدونم خون از اینا میگیرن و میکس میکنن و اینها، بعد که اینو میزنن اینا رو صاف میکنه، درست میکنه. و گفت تا حالا چند تاشون اینجوری شده. البته گفت مثل هر کار دیگر که آزمایش میکردیم، اولش یه پسر 19 ساله یا 18 ساله از بین رفته. اگر کسی دارید تو فامیلتون که یه همچین مشکلی داره، 60 مینیت دیشب رو نگاه کنید. و اینا میدونید که اولش دولت خرج میده، هزینه های زیاد، مریضای آزمایشی و اینا میرن، بعد بلا فاصله وقتی چیز شد جای دیگه انجام میدن. و از این تکنیک جدید شاید خیلی از ماها بتونیم استفاده کنیم. والا حقیقتش خود من گفتم زنگ بزنم به این NIH بگم که آقا ما همیشه همه جا اون درد میکنه. خب مستر سوربی، دو نات وری فور مستر واحدی، هیز لایک لیزرد. لیزرد یعنی مارمولک. هی چنجز کار، نه اونی که رنگ عوض میکنه بهش میگن کامیلیان. چون شما به انگلیسی مینویسی آقای نعمت الله، به فارسی بهش میگیم آفتاب پرست، به انگلیسی بهش میگن کامیلیان. سی اچ هم مینویسی، سی اچ بنویس، اونه که رو درخت میره قهوه‌ای میشه، رو برگ درخت میره سبز میشه، رو سنگ میاد رنگ سبز میشه. ولی مارمولک این بدبخت چیزای کوچولوه
میدوه این ور اون ور. وقت تو شیراز به ما میگفتن این مارمولک هست که سم میاره، میده به مار، مارا سمی میشن. ما چپ و راست اینا رو با دمپایی، چی میگفتیم به دمپایی؟ کفشک، با کفشک تب تب میزدیم. هممونم جیغ میزد نکنین این زشت شد حیات من، میکشین اینا رو بمانه. موقع بیرون آمدن فوت نمیکردی، فوت نمیکردی، چون پدر من زمان خروج از خانه شمع را فوت میکرد و فرار روی عجب بلایی بوده. بابای دکتر جیلانی میگه پوله رو میگرفت و میرفت شمع رو روشن میکرده، بعد اونم پول میگرفت، بعد که میخواست بره بیرون شمع رو فوت میکرده و فرار میکرده. نه مال ما شمع نبود دیگه، دوره برق بود. من میگفتم بابا این که برق، تکنیک جدید، آتیشی در کار نیست، ولی اینا این کار نمیکرده. ما میرفتیم، اون پسر عموی من کار ایجنت انجام میداد، اون یه لیست داشت که خونه فلانی باید بریم، خونه فلانی بریم. من نمیدونم اون چند میگرف، ولی به من و اون پسرم هم مثلا دونه یک قرون میداد که همراهش باشه، چون میترسیدیم همزمان از کلیمی ها میترسیدیم، چون میگفتن این کلیمی ها بچه میدوزن، بچه ها رو میگیرن میدازن تو توبره میبرن اسرائیل. از همون اول میگفتن میبرن اونجا. حالا گوش کن، توی نیویورک کلیمیه میاد دل قلبه مردم رو میخره میبره اسرائیل، یا میفروشه به کلیمیایی که احتیاج دارن. باورتون میشه؟ وقت تو ایران این کار اینجا رسمه، اجاره میکنن رحم یک خانمی رو، حالا یا به اصطلاح اسپرم و اون تخمک خانم و شوهر میدن، یا بالاخره هر از هر جای آوردن. این روزا دیگه بچه رو شما میتونید سفارش بدی که من میخوام موش بلوند باشه، خوشگل باشه، مثل فرخ، چشماش آبی باشه، اینجوری اونجوری، و قدش اینجوری باشه، فیزیکش خوب باشه، برای مثلا خیلی فکر شیمی نباشیم. اینا رو میشه دیگه اوردر بدی و میگن کار اشتباهیه، چون اون نظم طبیعت رو به هم میزنه. همه میخوان برن اوردر بدن بچه‌شون بشه دکتر، خب دیگه کی مریض میشه؟ همه میخوان برن، کی دیگه سوپور میشه، کی دیگه قصاب میشه. میدونید این اشکالیه که حالا اون thanks I didn't have AIDS yet. نه نه نه، اشتباه شنیدی، راجب ایدز نیست که، اونا ویروس ایدز رو میگیرن، بعد این خونی که از این گرفتن اون خون رو با اون ویروس ایدز، ویروس ایدز هم یک کاریش کردن که اون کاری که مرض ایدز رو، بابا برو نگاه کن دیگه فرخ، اذیت نکن. خب و اما یه دوستی به من گفت که ببینم دیگه عکس براتون دارم، وقتی عکس نشون میدم خوبه این کار بیشتر انجام بدم یا نه؟ خیلی بیحال شدین شما ایران زنانم که گفتیم که گفته رحم اجاره میکنه و ماهی اینقدر میده. حالا شما اینو داشته باش، اینجا دیروز یه خانمی رو گرفتن که این رفته به یکی گفته حامل است و میخواد بچهش رو بعد از زایمان بده به اینا، یعنی حقیقتا بفروشه، برداشته یه چیز بسته اینجا متکای برای خودش، هی اون بیچاره هم به این پول میدادن. او مواظبت باش، یواش، اینو ور ندار، سنگین، من ور میدارم فلان اینا. دیروز خانمه رو گرفتن، الحمدلله ایرانی نبود. البته باید یک کم صبر کنیم، یه دفعه دو سه روز دیگه میبینیم مثلا اسمش حالا سوزانه، مثلا میگم سوزان خودمون. خلاصه فهمیدن که این به این خانواده کلک زده، گفته من حامله هستم و میخواسته اینا رو سرکیسه کنه بدوشه. و اما صحبت از عراق و سوریه و لیبی و اینها شد. این عکس رو یه بار دیگه هم من بهتون نشون دادم، ولی نشون بدیم برای دوستان، مخصوصا برای اون دوست شیرازی که لطف کرده و پیام گذاشته و گفتم بهتون پیامشو پخش میکنم. نوشته صدام ماند و کشته شد، قذافی ماند و کشته شد، داعش تا کاخ اسد رسید فرار نکرد. تو با این همه مدال فرار ایران را بی خیال. خب ببینید این مثالی که شما زدید حقیقتا خب درست نیست، چون داری به این میگه آقا صدام موند و کشته شد. خب میگه منم میموندم کشته میشدم. میگه قذافی موند و کشته شد. میگه خب ببین اگه منم میموندم، دیدید قذافی رو چجوری کشتن؟ اون زدن تو سرش اینا نبودا، هفتی رو کردن فلان جاش، اونجا شلیک کردن.
بعد حالا داعش تا کاخ اسد رسید. اینم که ببخشید یه مدت شایع شده بود که رفته توی کشتی روسیه زندگی میکنه، چون به هیچ کس اطمینان نداره. در اصل من نمیدونم به نظر شما این خوبه بده، هرچی شاه رفت شاه مرد تموم شد قصه خلاص. و اما میگه که من خیابون موشی فاطمی مسئول خاموش کردن چراغ 4 تا خونه بودم. خب شما اگه هم سن و سال ما هستی وضع مالیتون بهتر از ما بوده، چون ما که آسونا و درشیخ بودیم، پسرم هم فخرآباد بود، همسایه غلام پیروانی و اون مهدی شکری اینا بود، پسرم و اینا دم مسجد نو بودن. مسجد نو هم نه، حموم گلدسته اون ور مسجد نو، آن شاه چراغ اینها. ما کاکو جنوب شیراز بودیم، شما یه کمی بعد. میگه یه وقت سوسن ولایت نباشه، من نمیدونم سوسن اول. آها این سوسنه که دیوونه افتاده بود با اون آقای آفتاب فروش، کی بود اسمش بگو؟ پولکی پولی، ناصر پولی ممقانی، یمقانی نمیدونم یه همچیزی. دیوونه کم نداریم آقا، نگران نباش، شما هر وقت دیوونه کم داشتی میتونی اسم منو استفاده کنی. مطمئنم یه عده میگن آقا اون مرده که دیگه از دیوانگی نگو و نپرس. یه بار دیگه پیام این دوستمونو پخش کنم. سرمی جان میخوام یه چیزی بهت بگم یادت باشه تو عمرت. حالا شما واقعا فکر میکنی من اگه این پیامتو پخش کنم همسرت، فکر نمیکنم زن داشته باشی، چون اگه کسی زن داشته باشه معمولا اینجوری یاقی بازی در نمیاره، خواهرت، مادرت، داداشت، دوستات صداتو بشناسن و بگن که ای بابا این تو مجالس درود ورود میگه، حالا اینجوری زنگ میزنه به یه تلویزیون. آقا جون شما خودت میگی من تازه رسیدم. اگه شیرازی هستی، اگه میرسیدی تو حمام میگفتی آقای دلا کیسه منو بکش، میگو بیز از راه برسی بخوسی، یعنی خیس بشه. یعنی چی؟ یعنی بشین تا نوبتت بشه. مرد ناحسابی، بیا بشین گوش کن، برنامه ها رو گوش کن، به من بگو کجا هستی، آدرست بدم، بگم بر پلو آقای مرداد خواننده، بر پلو آقای آیدین قالی فروش، و ببین که منم یه روزی مثل تو نادان و احساساتی بودم، دنبال رضا پهلوی بودم. همه اینا به کنار، بازم ممنونم که پیام گذاشتی، خوشحالم که جز بیننده های ما هستی، امیدوارم یه درجه از همه این نادانی ها بیای بالاتر، زنگ بزنی بگی که من میخوام با اسکایپ با فیسبوک با شما تماس بگیرم، 10 دقیقه مهمون من باش، یه کاغذی بنویس هر چی که دلت میخواد، از خوبی های شاه بگو، از امید و آرزوات بگو که نشستی به امید. بذار یه چی بهتون نشون بده. این تو کار تلویزیون بعض وقتا میبینی این طرف خیلی شق و رق صاف نشسته، نه یه چروک اینجاش نه یه چروک اونجاش، وقتی اینا میان 20 تا منگنه، مثلا کوتش منگنه شده به پیرنش، کوتش منگنه شده به یه چیزی، پشت کوتش منگنه شده به شلوارش. حالا من به شما نشون بدم، بذار ببینم اینو میبینی اینجا، یک افکت یک. امروز این کوت رو وقتی بستم گفتم خب دکمش رو ببندم، دکمه رو که بستم دیدم خب الحمدلله کوتا چند سال پیشمون هم هنوز اندازمون میشه، نشون میده خیلی چاق نشدیم، ولی بعد تا نشستم دیدم این اینجوری شد. حالا گفتم حالا دکمه در نره، خدای نکرده بخوره زیر چشم شما سیاه بشه، هر جا میری بهت بگن چرا اینجوری شد، بیا اومد میخواد در بزنه درختار رو کوتاه کنه، بگه اینجوری شد، بگی سربی زد چشم منو سیاه کرد. من دیگه دعوا کردن اینا سالها گذاشتم بیرون، انقدر ما تو ایران دعوا کردیم. آقای اکبری شما که تو موشی فاطمی بودی، یه دوستی ما اونجا داشتیم، داداشش کفاشی داشت و خودش با ما تو هنرستان بود، بعد بیا بالاتر طرفای 20 متری سینما سعدی و اون مسجد رضا و این ور اون آقای هوشنگ یسمه سر چهارراه ساندویچ فروشی، و برو اونورتر آقای قاسم سربی و اون آقای همایون یخچال فروش، اینا اونا ازشون سوال کن که این سربی و بهروز قاسم زاده و دوستاشون احمد آفرینش و اینا چه آدمای شروری بودن، و ما اون وقتا این کارا رو افتخار میدونستیم.
از ما دیگه گذشته دعوا کردن اینها. اگه یه وقت این دکمه در رفت و خورد زیر صورت شما، خدای نکرده چشمتون سیاه شد، بعدن بگو که آره اینا هم این کش، این کش انداخته بودن، این کش مال دور این کارت هاست که منظم و مرتب باشه. میگه It's good business, buy kidney and cheaper in USA and send it to Iran and sell for higher price. مطمئنی؟ البته یه دوستی ما داشتیم اتفاقا مجاهدم بود، از اینجا بلند شد رفت ایران. این مجاهدایی که به همه میگن نرید ایران میکشنتون، خودش بلند شد رفت ایران و اونجا نمیدونم کلیهش بد بود چی بود، اینا دیابتیک مال نه دیاب یه چیزی یا یه کلیه فلان نه خرید و گذاشت. وقتی اومد اینجا خودش خودشو مسخره میکرد، میگم من شدم بودا، چون مثل بودا چاق شده بود. بودا این کسی که نشسته اول چاق بوده، 40 سال رفته کار نکرده، نشسته هیچی نخورده، لاغر شده بعدا. در هر صورت نمیدونم، من نه قیمتشو خبر دارم نه این کار رو. اگر یه جایی خدای نکرده فامیل من، برای دوستام این کار رو نمی کنم، اگر فامیل من احتیاج داشته باشن ممکنه کلیه، قسمتی از جگر، ریه، اینها رو بده آدم، ولی نمیدونم بخری از اینجا بفرسی. بعضی هواپیمایی ها سوار نمی کنن، اصلا فکر نمی کنن همچین کاری به شما انجام بدی. بعدم تازه دلار 13,000 فلان اینا اصلا مقرون به صرفه نخواهد بود. دوستان عزیز، امروز با آقای پرویز مینویی خواهیم بود، اگر ایشون حالش خوب باشه، کارگرهاش سر کار آمده باشن. چون هفته قبل گفت من 4 تا از کارگرامو که آوردمشون، کمکشون کردم، مدرسه فرستادمشون، کلاس فرستادمشون، تا جواز گرفتن، اینا جواز گرفتن بعد رفتن کار کردن، پولارم گرفتن بلم کردن رفتن، و گفت اگه بشه برنامه رو بذاریم ساعت 7 شب به وقت آمریکا. ما هم گفتیم با ما که اینجا هستیم، مقصد الان که 1 ساعت رفته جلوتر، نمیدونم تگزاس هم با ما ساعتش رفته جلو یا نرفته، چون 2-3 تا ایالت هستن که ساعتها رو جلو عقب نمی کشن. شما نظرتون راجع به این جلو عقب کشیدن ساعت چیه؟ میدونید که آخونده سالها پیش در زمان شاه که این شروع شد شلوغ کردن، گفتن این تایم وقت اذان رو به هم میزنه و میریزه و اینها، و میگفتن بعضی جاها رو ساعت 12 که میشده تعطیل میکردن یا میرفتن که یعنی به اصطلاح اونجا رو مختل میگن، مختل کنن، از کار بندازن. آها، یه دوستی برای من یه فیلمی فرستاد، گفت که نشون دادم، بعد یوتیوب یقمونو گرفت، تهران تابو، یا آقای ساختنتش به نام علی سوزنده، فکر کنم بچه لاروینای شیراز باشه. بعد اونو که نشون دادیم که خودمونم دیدیم، فیلم کارتونی بود، جالب بود. خب معمولا تو کار فیلم و تئاتر و اینا همه چیز رو اگزاجوریت میکنن، بعضی ها میگن اگر دیسمان میکنن، بزرگ میکنن اینها، و ولی مشکلاتی که میگفت تو ایران واقعا بوده هست. این ماجرایی که آخونده فشار میارن پسر با دختر بیرون نره، میگیرنشون چپ و راست، بعد معتاد شدن، فلان شدن، اون حامل شده میخواد بره نمیدونم بچه رو بندازه، اون یکی با اون یکی خوابیده، پرده نمیدونم بکارتشو میخواد جراحی کنه، بعد میگه میخوام نامزد دارم شوهر کنم، بعد معلوم میشه قرار گرفت، قرار گذاشته با یکی ببرنش دبی یا کشورهای عربی، برای دختران باکره بیشتر پول میدن. یه ساعت و نیمی که من این برنامه رو نگاه کردم اصلا آدم حالش به هم میخوره. ولی آقای پتیک لطف کرده و نوشته بود که مال ZDF هست و اینا، بعد دیروز قسمت آخرش که نگاه کردم دیدم بله همه این اسامی و اینها رو اونجا نوشته. یه فیلمی دیروز یه نفر برای من فرستاد که اسمش هست کلا تو کلا. من این فیلم رو به شدت بیمزه، مسخره، این هنرپیشه کوتوله‌ای که میخواست ادای بهمن مفید رو در بیاره، حالا خود آقای بهمن مفید، مرتضی عقیلی اینها خیلی ها سرزنششون میکنن، میگن شماها با اون فیلمای داشمشتی و جاهل ماهلی جامعه ما را عقب نگه داشتید و اون بدیها رو، چاقو کشیدن و اینها رو رواج دادید، عرق خوری های بدجور و دعواهای فلان اینها رو رواج دادید تو مملکت. حالا اون آمد آمریکا و برگشت ایران، هنرپیشه میبینم داره درست تقلید کارهای بهمن مفید میکنه، خیلی به صورت بد. والا من دانشجو که بودم اصفهان رفتیم اردوی دانشجویی و یه آقایی بود به نام محمد عطایی،
این کارگردان بود، گفت ما میخوام یه نمایش بذاریم و اینها کیا میخوان بازی کنن. ما هم که همیشه دوتا دستمون بالا بود، یه دستمون برای این بود که کی نون میخواد، ما کی میخواد بازی کنه، ما کی میخواد بره بیرون، ما کی میخواد بره سینما. با اصلا گاهی وقتا آرزو میکردیم کاش که 8 تا دست با داشتیم. خلاصه رفتیم یکی دو شب یک قسمت نمایشگاهی میرفتیم اونجا تمرین و ما هم خندمون میگرفت هم نمیتونستیم نقش اجرا کنیم و اینها. خلاصه بعد ما رو کردن بیرون، این آقای محمد عطایی گفت آقا سوربی تو میای اینجا نمیذاری بچهای دیگه هم نمایش بازی کنن اینا. ما هم یاد گرفتیم که این بهمون گفته بود اکشن یعنی شروع کنین، کات یعنی تموم کنین، وایسین تو من بیام بهتون بگم. ما هم میرفتیم تو تاریکی وای میسن، این بیچارا تو روشنایی بودن، از اون پشت میگفتیم کات. حالا این یه ساعت گفته بود به اصطلاح اکشن اینا بازی میکنن، ما میگفتیم کات. خلاصه اینم خاطره ای که ما از هنرپیشگی و اینها داریم. ولی فکر کنم من با همون هنرپیشه بد بودن اگه تو ایران مونده بودم یه گوهی شده بودم. طرف گفت آقا هر کی اومد آمریکا یه گوهی شد. گفتم خب ما همون آقایی که بودیم موندیم، البته گوهی پخی شد. بعد اینم از چیزایی رو این کاغذ رو که نوشته بودم تموم شد. اجازه بدید آهان، به اون دوست شیرازیمون میگم بابا اگه آقای حالو میشینه شعر میگه تو ایرانه چجوریه که وقت شما اینقدر میترسین؟ یا اون سوپاپ اطمینان آخونده هست یا شما خیلی ترسو هستی؟ منتظر تلفنت هستم، منتظر پیامت هستم. و یادت باشه من شما چون شیرازی بودی پیامت رو گوش دادم. احمقایی که زنگ میزنن یا با صداشون دیگه آشنا شدن فوش میدن، همون اولین فوش سعید یادم داده. سعید میگه آقا این آشغاله، آشغالو نگه نداره، بگو ببینم این آشغال توش چیه، بوگند خفت میکنه، آشغالو نشون ما نده، بوگند ما رو خفه میکنه، بگو این آشغاله، آشغال تو آشغال دونی. پس اگه میخوای حرفتو گوش کنم مثل یک آدم عاقل، مثل یک آدم بالغ، مثل یک آدم قرن 21 حرف بزن، ما گوش میکنیم، پیامت رو پخش میکنیم، مخصوصا اگر مخالف باشی. نه اینکه آقا فلان ننت اگر پخش نکنی، خب خاک تو سرت. این همه سال تلویزیون نگاه کردی اولا، طرفدار رضا پهلوی هستی، به اینجا رسیدی؟ واقعا اگر من این پیامو میفرستم برای رضا پهلوی، بفرستم برای رضا پهلوی بگم اینا طرفدار شما هستن، میدونم الان نایر خانم از آلمان میگه آقای سوربی به خدا اینا طرفدار رضا پهلوی نیستن، اینا حزب اللهی هستن. خب احمق، اگه طرفدار رضا پهلوی هستی چرا کاری میکنی که خانم نایر قربانی ایروانی که شیرازیه به شما بگه شما طرفدار جمهوری اسلامی هستی؟ بیا مثل آدم بگو من طرفدار رضا پهلوی هم، امیدوارم ایشون بیاد ایران و من میخوام نقش خر بازی کنم، این سوارم بشه. ما میگیم مبارک باشه. یه مدت باباش سوارت بود، حالا آخونده سوارتن. تو عادت نداری کسی سوارت نباشه، باید یکی سوارت باشه. ما نمیخوام، ما از سواری دادن خسته شدیم. خب بیاین این عکس رو با هم نگاه کنید. چند مدت پیش اینجا تو مجلس صحبت از این بود که این آقا وکیل ترامپ یه چیزایی داشت میگفت، بعد این آقا بلند شد رفت یه سیاه‌پوستی رو آورد گفت آقا شما میگید این ترامپ ریسیس یا نژادپرسته، این اگه نژادپرست بود که نمیمد سیاه‌ها رو استخدام کنه. اولا یک زن سیاه در سیستم ترامپ بود که اونم کردنش بیرون، حالا یک وزیر سیاه داره که اینم یکی از همون آدمایی که اینجا مسخرش میکنن همیشه میخوابن، بنسون یا کارسون یا همچیز فامیلیشه. و این رفته بود یک خانمه رو آورده بود، خانمه رو مثل مترسک یا شیرازی ها میگن قلولک سر لته گذاشته بود پشت سرش. ببینید براش چه کاریکاتوری ساختن. میگه که این بالا نوشته که پرزیدنت ترامپ cannot be racist because he has a black person working for him. میگه این نمیتونست نجات پرست باشه برای که سیاه‌پوستا براش کار میکردن. این آقا هم که دیگر داره سیگار میکشه و تفنگش هم اینجا و شلاقش هم دستشه، میگه این درست همون چیزیه که من گفتم،
یعنی منم نجات پرست نیستم. ببینید اینجام داره با شلاق یکی دیگرش یه سیاهی رو میزنه. برای چی؟ برای که سیاها برای هم کار میکردن. پس به همون دلیل که شما میگی اینم باید همینو بگه. پس اون چیزی که میگن یک عکس گویاتر از هزار کلمه هست، هزار سخن هست، این عکس ها اینجوریه و درست میگه. خب آقای سیروس دولتشاهی، ممنونم از شما، یک ایمیلی رو برای من فرستادن و یک کتابی بود به نام بازی شیطانی. من این کتاب رو اینجا نگه داشتم، خیلی حجم کوچیکی داره، پی دی اف، و نوشته که چشم باز کننده بکر و مهم. این کلمه بکرم ما ایرانی هم هست که خیلی ازش استفاده میکنیم، جاهایی که باید یا جاهایی که نباید. والا کتاب دیگه من نمیدونم حالا بکر و نابکریش چیه. این رابرت درایفوس، قبلا میدونستم این کیه، الان هر چی فکرش کردم امروز یادم نیومد که این رابرت درایفوس کیه و فرصتم نکردم برم اسمش رو گوگل کنم بیاد. اسمشو گذاشته بازی شیطانی. آقای رضا سنا میگه که جناب صوبی کمی هم به افتضاح روح الله زم بپرداز. من درباره زم دو بار صحبت کردم، دوستان دیگه گفتن آقا حیف وقت ما که شما تلف میکنی با یک لو لایف. لو لایف یعنی پس فطرت، لو لایفی مثل زم اونا هست. ما ماجرا رو گفتیم، حتی آخرینش هم این بود که آقای زم ادعا میکنه اینم اونا رو ضبط کرده و میدونسته، که کاملا دروغ میگه. دلیلش اینه که اگه میدونستی شما بعد برای تلفن بابات نمیمدی از همین تلفن ها استفاده کنی، دستشون رو شده. ولی بیژن فرهودی مغز پول این کارو میکنه، همین روح الله زم مغز پول این کارو میکنه و وقتی پول میاد اینا خودشون رو میفروشن. شما از یه آدم خودفروش انتظار داری به اصطلاح وجدان داشته باشه، شرف داشته باشه؟ نمیتونه اصلا. پس برگردیم به این بازی شیطانی. اگه کسی میخواد یه ایمیل بفرسه یا به این info@mardomtv.com یا به usa.sorby@gmail.com. چشم باز کننده بکر و مهم، چالمرز جانسون، نویسنده کتاب برچیدن امپراتوری، بعد اینجا شده بازی شیطانی، چگونه ایالات متحده بند از پای اسلام بنیادگرا گشود، رابرت درایفوس. حالا من به عنوان یه ایرانی از این بالا تا پایین دارم فارسی میخونم، شما به من بگید این کتاب مؤلفش کیه، مترجمش کیه، اسم تیتر این کتاب چیه، چشم باز کننده بکر مهمه، بازی شیطانیه، امپراتوری چی بود؟ برچیدن امپراتوری امان. اما برای چی؟ برای که مثلا وقتی سهراب اخوان میمیره نوشته بود چی؟ رستم سرطان سهراب اخوان را از بین برد. آقا نکنید، ننویسید این مزخرفات رو، بنویسید آقا مجری خوب، نمیدونم هنرمند گرامی، این مزخرفات چیه؟ رستم سرطان سهراب اخوان را کشت. خب این صفحه یکش هست، 349 صفحه است. بازی شیطانی، تحقیق آگاهی بخش و روشنگر در مورد تاریخچه ننگین مغازله یا مغازله بنیادگرایی. من کلمه مغازله مغازه را تا حالا نخونده بودم. یعنی چی دوستان؟ مغازله یا مغازله بنیادگرایی اسلامی با آمریکا و غرب است که مطالعه آن برای خوانندگان افغان که چندین دهه می شود قربانی سیاست های شوم و جنایت ها و پلیدی های انواع بنیادگرایان گردیده اند ضروری می باشد. دو ترجمه متفاوت از این کتاب در صفحات اینترنتی قابل دسترسی بود، اما با توجه به اهمیت و نیاز این اثر مهم و پرمحتوا بران شدیم تا یکی را برگزیده به صورت کتاب دیجیتال تنظیم نموده در اختیار خوانندگان سایت حزب همبستگی افغانستان قرار دهیم. از تمامی خوانندگان و هواداران حزب تقاضا داریم که در پخش وسیع این کتاب تلاش
اعظمی نمایند. تلاش عظما میگفتن یادم بله بله. خود رضا سنا میگه که روح الله عظم یک روسپی سیاسی است. خب شما وقتی میدونی یه نفر روسپی سیاسیه، من دیگه بیام چی بگم برات عزیز برادر؟ بازی شیطانی نوشته رابرت درایفوس، ترجمه فروزنده فرزاد، بنیادگرایی مذهبی یا بازی شیطانی در تاریخ جنگ سرد و نظم نوین جهانی فصلی نانوشته وجود دارد. این فصل داستان حمایت مادی و معنوی گاه آشکار و گاه پنهان ایالات متحده آمریکا از فعالیت اسلامگرایان واپسگرا، دیگه چرا میش میگن واپسگرا و با میگن پسگرا دیگه نه، یا واپسگرا و ارتجای اندیش است. کتاب بازی شیطان میکوشد پیوند گمشده حیاتی میان این دو را نشان دهد. دیگه همشو نمیخونم. خوندن کتاب در تلویزیون اصلا رکومند نمیشه، میگن که بیننده رو خسته میکنه. خب از آقای سیروس دولتشاهی ممنون و متشکرم. میگه که رابرت باب درایفوس is an American investigative journalist. بله از این ژورنالیست هایی هست که محققه. بسیار ممنون. میگم من اسمشو شنیده بودم ولی نمیتونستم ربطش بدم کجا در رابطه با چی شنیدم، و وقتی اینجور هستم چقدر خوبه آدم بگه نمیدونم، یادم نیست، قرار نیست من همه چیز رو بدونم. ای آقا شما نمیدونی؟ نه آقا نمیدونم. حسادت شاه به بچه خوشگلهای اطراف فره با عکس. به گزارش مشرق، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با انتشار پستی درباره بچه خوشگلهای اطراف فره که اوقات شاه را طرد کرده بودند نوشت. چهارشنبه 8 آبان 1353 شرفیابی نخست وزیر سریلانکا نهار مهمان ما بود، اما شاه اصلا حوصله مهمان نوازی نداشت و زکام و مقاله تلم خلقش را تنگ کرده بود. شهبانو منتهای سعیش را به کار برد که او را به حرف وادارد، اما به جایی نرسید. آن وقت از انگلیسی به فارسی چرخید و گفت این همه کار خسته تان می کند. من جدا نگرانم. چرا به اصرارم درباره استراحتتان در آخر هفته توجه نمی کنید؟ شاه پرخاش کنان گفت تنها یک راه برای استراحت کردن من وجود دارد و آن هم این است که از دعوت کردن این بچه خوشگلهایی که دور برتان ول می گردن دست بردارید. وقتی اینجور آدم ها دور برم را گرفتن چطور انتظار دارید که استراحت کنم؟ شهبانو به قدری جا خورد که نتوانست جواب بدهد و قضا در جو ابوسانهی تمام شد. شرح عکس: جشن تولد کریم پاشا بهادری در منزل خانم ازدی در شاهرود. اینا رو منتظر هستیم. آقای انصاری هم در حال نوشتن کتاب هست، هم در حال تأسیس یک حزب، و بهش گفتم که بابا جون دیگه سال تموم شد، بیا تا چند روزی که مونده این برنامه سومی رو هم بذار، حالا ببینیم چی میشه. در صورت این کریم پاشا بهادری در منزل خانم ازدی در، من اولا فکر کردم این عکس شاه و شوخی فرع پهلوی با او. بله ببینید هفتیر گذاشته با دست، هفتیر گذاشته پشت سرش این فرع. این کریم پاشا بهادری هم ماجراهایی داره. در صورت اینم از این، و خانم ایوان پری هم آمد، خیلی خوشحالم که ایشون هم با ما هستن. دوستان اگر میتونید براتون ضرر نداره برنامه ما رو با دیگران هم شیر کنید. ممنونم، اینو دوست همشهریمون فرستاده. یکی دو تا پیام اینجا هست، بذاریم ببینیم. دو تاش که مال آقای کورش سلیمانی بود، خیلی ممنون با ایشون صحبت کردم. آقای خسرو بهرامی قبلا هم یه پیامی گذاشته بودید، فقط 4 ثانیه بود و حرفی داخلش نبود. امیدوارم این پیام طولانی باشه و ما بشنویم شما چی گفتید. مدت هاست از شما بیخبرم. هفته پیش پیرن یا پلووری که شما به من داده بودید پوشیده بودم که روش نوشته بود تریپل ای. نه یه زنگ شما زدی، اتفاقا من تو برنامه هم بودم، به مردم گفتم آقای بهرامی زنگ زد، رفتم 4 ثانیه. یه همیشه فکر نکن یه چیزی اونور خرابه، گاهی وقتا هم چیزایی که خودتون دارید امتحان کنید. مثلا
اگه با تلفن آفیست زنگ زدی این دفعه با تلفن دستیت زنگ بزن. و ما اینجا با این شماره تلفن 202 زنگ بزنید، اون شماره 703 هرچی دنبالش بود دیگه الانم یادم رفته از بس استفاده نمی کنم، اون ما ماهاست که بهشون گفتیم ما نمیخوایم، پولم بهشون ندادیم، باز دست از سرمون بر نمی دارن و همینجوری کار میکنه، دوستان ما رو هم به اصطلاح به دردسر می اندازد. و اما اینم از این، بریم چند تا خبر اینجا بخونیم و نشون بدیم. درباره پیام فرخ درباره صدا توضیح دادم، اون اشکال از ما نبود، از این بود که دوربین دوستان میکروفون داخل دوربین رو گرفته بودن و اونجا رفت و آمد بود، حتی دیدید بعضیا میان حرف میزنن میخندن. قسمت دوم اشکال از من بود، دو تا میکروفون با هم روشن کرده بودم، صدای این میرفت داخل اون یکی. ممنونم که گفتی و درست شد. و اما این خبر رو من بهتون نشون میدم، شما ببین این چی نوشته. نوشته در آپس از 8 سال بار دیگر آغازگر تظاهرات ضد اسد شد. من نمیدونم در آپس چی، این اسم شهر. خب این رفت روی ایرونیوز، ایرونیوز هم فعلا داره برای ما تبلیغ نشون میده. اوپس something wrong happened try to refresh the page. ببینید من زدم لینکیو که اون دوستمون فرستاده مال ایرونیوز نگاه کنم، نشون میده رو کره ماه یکی داره راه میره و میفته زمین. این ماجرای کره ماه و اینی که میگن دسیسه بوده و دروغ بوده، اصلا همینجا بوده و بعدم تو کره ماه، چون چیز هست که طرف اینجوری زمین نباید بخوره، چون چیز نیست به اصطلاح قوه نیروی جاذبه نیست. حالا ما سفر ریفرش کنیم ببینیم چی میشه یا نه. این از ریفرش کردن صفحه یا صفحه رو بروز کردن غافل نشید، خیلی از مشکلات با این حل میشه. و نه مثل که یورونیوز یا سر شلوغه یا دارن یه کارایی میکنن، ولی من اینو براتون نشون میدم، اون لینکی که بس میشه به این، به من بگید شما اینو باید چی بخونید. این در آپس اوکی. ببینید در آپس از 8 سال بار دیگر آغازگر تظاهرات ضد اسد شد. تظاهرکنان شعار میدادند سوریه متعلق به ماست نه خاندان اسد. حالا میزنیم بیشتر بخونید ببینیم این بار درست میشه. بله درست شد. شما اینو چی میخونید؟ من نمیدونم، والله ما این هم اخبار گوش میدیم دیگه، بعض وقتا اون چیزی که با گوشمون میفهمیم فرق میکنه با اون چیزی که با چشمون میخوایم بخونیم. در آ یا اینجوری باید بخونیم، در آ پس از 8 سال بار دیگر آغازگر تظاهرات ضد اسد شد. خب صدها تن در درآ یا دور آ یا هرچی در جنوب غربی سوریه در اعتراض به نصب مجدد مجسمه یا حافظ اسد پدر رئیس جمهوری کنونی این کشور دست به تظاهرات زدن. دوستان از خودتون سوال کنید چرا این دیکتاتورها دوست دارن مجسمه هاشون این ور اونور باشه، عکسای بزرگشون این ور اونور باشه؟ بعد یه کد هست، یه نوشته هست که میگه روزی که عکس تو از تمر پستی بزرگتر شد شما دیکتاتور شدی. یعنی اگه عکس تو رو تمر پستی بذارن آدم خوبی بودی، از به اصطلاح یادآوری شده، بزرگ داشتته، گرامی داشتته، ولی اگه عکست از تمر پستی بزرگتر شد شما قدم در راه دیکتاتور بودن دارید برمیدارید. خب بذارید یه فیلمی رو آقای کوروش سلیمانی برای ما فرستاد ولی آخر توضیح نداد که این فیلم رو پخش کنیم یا به اصطلاح خودش میاد، ولی بعد گفت برای شما نوشتم، نوشته که I'm learning how to work for long با این فیلمه مال فیسبوک هم بود، لینک فیسبوکش رو فرستاده بود. یکی از چیزهایی که باید یاد بگیری اینه که اگر روی یوتیوب هست لینک فیسبوک رو نفرست، چون بعضی ها که فیسبوک ندارن اون وقت اون رو نمیتونن باز کنن. حالا ببینم من میتونم اینجا پیداش کنم یا نه. فعلا 4 تا ایمیل از شما باز کردم، هیچ کدوم اون لینک داخلش نیست. امیدوارم این یکی باشه که این هم نیست. و باز این یکی نگاه کنیم. Yes sir, what time؟ اول قرار بود که برنامه داشته باشیم، بعد گفتن امروز نمیرسن. اینم از این.
نمیدونم، اینجا نمیبینم اون لینک رو متاسفانه، چون جوابی به من نداده بود. حالا فردا اگه لینک رو بدن روی چیز میذاریم و میبینید که آقای چمنارا لینک برنامه هاشو میفرسه، لینک کتاب هاشو میفرسه. ما درعا یا درعا اسم شهره. آها، اینا باید یه جوری بنویسن توی گیومه یا چی، یا خط بکشن زیرش که بفهمی این از جمله جداست. در آپس بعدم فاصله ها رعایت نمی کنن. کلمه در آ یا دور آ اگه اسم شهره بعد باید یه فاصله ای داشته باشه با اون پس از 8 سال. اینم از این ماجرا. ببینیم که دیگه چی گذاشتیم اینجا. آها، یه دوستی از ایران برای من با من تماس گرفت، گفت آقای سوربی گوش کنید. آقای دوست، آقای سوربی، من از زندان اوین آزاد شدم و یکی از دوستان شما که در آمریکا با شما تلویزیون رنگارنگ رو تأسیس کرده در زندانه، از من خواهش کرده، چون گفتم برم بیرون با سوربی تماس میگیرم، از من خواهش کرده که به شما بگم شما با خانوادش تماس بگیرید. گفتم همینجا وایس. این اولیش غلط رفت. تلویزیون رنگارنگ داور به اتفاق همسرش، به اتفاق یه خانم مسن اینجا بود که مرد، مدرسه داشت، باز کردن. بنده هیچ دخل و تصرفی در باز کردن و تأسیس تلویزیون رنگارنگ نداشتم. تلویزیون ما مهران صدری باز کرده بود، من از تلویزیون رنگارنگ رفتم تلویزیون ما. بعد یه رادیو آزادی هم بود، اون آقای توکلی و دوستانش بودن، گهگاهی هم اونجا باشون مصاحبه میکردم. بعد دیدم همه اینها تا روزی که حرفی که تو میزنی مورد پسندشونه بهت اجازه میدن. آمدم تلویزیون مردم رو سال 2003 اسفند باز کردم و اگه بری به اسم منه، تاریخش به اسم منه، وبسایتش به اسم منه. گفتم ضمناً همچین آدمی که شما میگی ازش میخواستی بپرسی؟ ببخشید اینو میگم، اون وقتا میگفتن خرت گم شده میخوای بری قبرس. مرد حسابی، تو اگر تلویزیون رنگارنگ رو با سوربی باز کردی، حالا آقای صبری اینجا باشه یکم ناراحت میشه، خب چه مرگی داشتی بلند شدی رفتی ایران؟ فقط میخواستی بری ایران که مشهورتر بشی؟ چون آقای صبری دم به شوخی گفت که باور کن این همه سال من در تلویزیون اینجا و هلند و اینا زحمت کشیدم، اینقدر مشهور نشدم، ولی رفتم ایران، 2 سال زندان رفتم، خیلی مشهور شدم. خب حالا چه سودی داشت برای شما آقای صبری حسن‌پور؟ منتظرم اسباب کشی کنه از اون خونش به یه خونه جدید، بعد با آقای صبری حسن‌پور هم خواهیم بود. دوستان عزیز، ساعت 4:01 است، ولی چون ما امروز چند دقیقه برنامه رو دیر شروع کردیم، اجازه بدید بدهیمون رو به شما بدیم. شما هم فکر کنید که به بدهی به تلویزیون مردم دارید، شما هم بدهی رو بدید. همینجا به اون آقای اکبری بگم، این دوست شیرازی ما که پیامش رو برات میفرستم، به احتمال زیاد علی بنگی چون راجع به سوربی صحبت کرده این آمده. پس ببین وقتی من میگم بابا ما وقتا میگفتن ما خاک این دوشک رو خوردیم، کشتیگیرا میگفتن دوشکای کهنه ای بود، اصلا اینجوری میزدی خاک بلند میشد. مال زورخونه که دوشک نداشت، اصلا رو سنگ اون پایین، بعضی از زورخونه ها سنگ هم نبود، گل بود، اون پایینش گل، بعضی میگفتن خاک خوردیم و اینا. این تجربه 20 ساله دارم من آقا، 1998 2 سال، الانم 19 سال، حالا چون این 19 میشه 21 سال، هنوز این 1 سال تازه شروع شده. تجربه 20 سال با ایرانی ها کار کردن، با ایرانی ها بودن، با ایرانی ها سرکله زدن، با ایرانی ها دست به یقه شدن، با ایرانی ها فوش فضیحت کردن. بهتون گفتم طرف نشستیم ما هر هفته شنبه بعد از برنامه های رادیو پرسپکتیو، اون یکی دیگه هم بود که به نام ویو بود به اصطلاح، بعد از برنامه رادیو میرفتیم اونجا 14-15 نفر میشنستن، اون سلام علیکم خوراک ارده میدادیم. آقا اومده دوستمونه، هر هفته سلام علیک میکنه، پسر منم از اونجا رد شده اومده خوراک بگیره، بعد حالا میخواد مزه بپرونه، میگه سوربی جا پسرت هم که مثل خودت زشته، خب من که کم نمیارم احمق. منم میگم آقا ما که مثل شما، بابامون سرهنگ بود باباش،
بابامون سرهنگ نبود گماشته داشته باشیم، راننده داشته باشیم، نمیدونم نونوای پادگان داشته باشیم، باغبون داشته باشیم. همه کارامون رو خودمون انجام میدیم و افتخار میکنیم. ولی شما داداشت شکل باغبونه، خواهرت احتمالاً شکل نونوای است، نمیدونم اون یکی شکل گماشته است. اون یک توهین به افسرها نمیکنم، توهین به تیمسارا نمیکنم، ولی یه تیمساری مثل آریانپور، آقای آریانپور میاد میگه که این اشتباه بود، بچه مردم رو که دیپلم داره به ما به عنوان گماشته بدن ببریم خونه. مرد حسابی بهشون پول بده یه کارگری رو استخدام کنن، از ده بیارن یا کارگر استخدام کنن. اینه. حالا اون دوست شیرازی ما کم محبتی میکنه، زنگ میزنه. البته یه چیز درست گفت راجع به دماغ بزرگ رضا پهلوی، میگه میدونید که کلیمیا از بس زرنگن همشون دماغاشون هم بزرگه، میخوان از این اکسیژن مجانی بیشتر استفاده کنن. تنها نکته مثبت این دوتا پیامی که شما گذاشتی این بوده، و الا اگه اسمی بدی، رسمی بدی، بگی بچه کجا هستی. و یه شرطی هم من با شما میبندم، من هیچ وقت به شیرازی بودن دوستان میدونن، هر کی میگه من بختیاری هم، میگه من قشقایی هم، من ترک هم، میگم من افتخار میکنم که مادر من یک چند درصدی به اصطلاح از این حتی سیدای گوباز مردشت و اینا قشقایی هم کجایی هم داره. ولی من به شما یه شرط میبندم، سر $1,000 که شما بچه شیراز نیستی. چون اگه یه شیرازی، یه خلاری، یه کواری بره تهرون بگی من بچه شیرازم، هیچ اشکال نداره. ولی یه شیرازی به یه شیرازی که حرف میزنه میگه که من بچه کجا هستم، میگه مثلا من بچه جهرمم. آقای خلوتی با افتخار میگه من بچه قیروکارزینم، بابام قیروکارزانی، مادرم مثلا کارزرونی، هرچی. شمایی که شیرازی نیستی و میخوای بگی من شیرازی هستم، حتی از پدر و مادرت که مثلا مال فلان دهاتن، یعنی به وجود اونها افتخار نمیکنی. و این شرط رو در مقابل این بیننده ها میذاریم، $1,000 به $100، ولش کن، $1,000 به $10. اگه شما باختی $10 بده به تلویزیون مردم، اگه من باختم $1,000 میدم به شما که شما شیرازی نیست. حالا نه اینکه شیرازی ها تافته جدا بافته هستن، کلن دارم میگم که یاد بگیری. 20 سال من با ایرانی ها دارم سرکله میزنم، قبلش چندین سال معلم بودم و دبیر بودم. و شما باید خیلی بدوی تا به ما برسی. اگه بدوی اول شعورت زیاد میشه، یاد میگیری چجور زمین نخوری، تا شعورت زیاد بشه یاد میگیری که دنبال رضا پهلوی نباشی. هر وقت فکر میکنی جرأت، شهامت، قدرت کلام رو داری که با من در برنامه حضور پیدا کنی، این گوی و این میدان. خب این هم از این، و بریم سراغ نوشته های دیگر. آقای آرمان مجیدی یه پتیشنی فرستاده. من نمیدونم واقعا آقای آرمان مجیدی و دیگر دوستان هنوز هم شما به این تومارها و امضا کردنها باور داری؟ آقای رضا پهلوی گفته بیایید پولهای آقازاده ها رو بگیرید بدهید به من، امضا کرد. بعدم فکر میکنن بعد حالا بریم نمیدونم، فکر میکنن در راه ایران، در سنگرهای ایران مثل خانم پری صفاری دارن میجنگن. این یکی خیلی جالبه. هم میهنان ارجمند، همه ما که در خارج از ایران در ساحل آرام زندگی میکنیم، میتوانیم گام کوچکی در راستای منافع ملت ایران برداریم، به ویژه که این قدم کوچکترین هزینه‌ای برای ما ندارد. از همگی شما عزیزان خواهشمندم این پتیشن را امضا کنید. ما در این پتیشن خواستار تحقیق در مورد اختلاس مالی محمود رضا خاوری و مرجان شیخ الاسلامی آل آقا از دولت کانادا هستیم. با سپاس فراوان. شما به من بگو این پتیشن ما امضا کردیم، شد یک کاغذ فیزیکی یا شد یک چیز دیجیتالی، شما ورش میداری چیکار میکنی؟ میبری یه نماینده مثل اون آقای مهری، ببخشید مهری بنده خدا فوت شد، کیه مال کانادا، میبری به اون میدی، اونم ببره بده به مجلس بگه بیایم بریم اینا رو بگیریم. یعنی اینقدر هنوز ما احمقیم که فکر میکنیم آمریکا ترجیح میده سوربی بیاد اونجا بگه آقا آخوندها چیای منو گرفتن، حالا شما یه پولی به من بدی.
آخونده چیای منو گرفتن، یه پولی هم بدین بچه‌م بره مدرسه، یا ترجیح میده آقای خاوری یا این خانم نمیدونم آلا آقا برن اونجا پول خرج کنن، خونه بخرن، جاده بسازن، بچه‌هاشون بهترین ماشین رو داشته باشن. از خودتون بپرسید جواب شما چیه دوستان؟ تا حالا چند تا چی پرسیدم در طی برنامه؟ نظر شما چیه؟ جواب شما چیه؟ و بله میگه که میگه من مچ 10 تا از اینا رو گرفتم. طرف میگفت شیرازی ام که نوار صحبت پدرش اومد لهجه لوری داشت. هیچ عیبی نداره، باید افتخار کنه اون، چون من شیرازی و آقای اکبری اگه اون لوره نبود دامداری کنه، اگه اون لوره نبود کشاورزی کنه، اگه اون قشقایی نبود ما از گشنگی تلف میشدیم. خاک بر سر. اون مسئله دهاتی بودن و شهری بودن مال اون زمان بود. شما الان با افتخار بیا بگو بچه کجا هستیم، فرزاد نیساری، برین نوشته هاش نگاه کنیم. لوره بختیاری قشقاییه. او راجع به قشقایی یه چیز جدید میخوام بهتون نشون بدم. بله مچ 10 تاشو گرفتم و اینا. ای ترک شیرازی. بله بله بله. حیات شیراز. اوکی. من هم شیرازی آذری هستم. درود به شما آقای فرخانه. 10 میلیون امضای مجاهدین در عراق بعد رئیس جمهورشون 5 میلیون رای میاره. آفرین. بهتون گفتم چند مدت پیشم برای راهپیمایی و اینا آمده بودن 8 تا صفحه، یه دفعه دیدن اینقدر تعدادش زیاده، فهمیدن که اینا از 2-3 تا کامپیوتر بیشتر نمیمده. و اما قشقایی گفت هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر تازه تری میرسد. یکی گفت هر دم از این باغ خری میرسد کرخر بی پدری میرسد. حالا اینو شما داشته باشید. ببینید یه شخصی به نام مرداد قشقایی نیا، حالا دیگه این اومده دوربر رضا پهلوی. گاهی وقتا دلم برای این رضا پهلوی میسوزه واقعا. در 2 هفته گذشته بیش از 20 به اصطلاح برانداز را بلوک کردیم. قربار گل سیمرغ همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. سیاست گل سیمرغ آنچنان، من نمیدونم گل سیمرغ، سیمرغ که یه حیوانی، یه پرنده خیالیه، گل گله نمیدونم، آنچنان روشن شفاف است که راه پس و پیش برای هیچ شخص، گروه، سازمان یا حزبی باقی نمیماند. بسیار خوشنود از آن هستیم که با شیوه کاریمان به قربال اپوزیسیون برون مرز پرداخته ایم تا کاه از گندم جدا شود، تا دوستان نیمه راه و دشمنان دوست نما نیز ناچار به نشان دادن ذات واقعی خود شوند. چه پدیده زیبا و فرخنده‌ای. آن پیر توس گفت سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به از 100,000. 17 اسفند 2003 و 7756 زرتشتی حقامنشی اشکانی ایرانی. و خودش پشت عکس یه گل قایم شد. ای خدا. بازم بگم براتون. بس. بله. یک عکس سان دیدن برایتان از رضا پهلوی برایتان امشب فرستادم. دیدم خیلی قشنگ بود. یکی هم نبود، 2-3 تا بود. چند تاش تو ماشین بود، چند تاش اون ماجرای هی شما نوشتی زن دوم رضا پهلوی، اون چیه؟ اینجا میدونید که زنش ولش کرد و رفت با اون میگن با پسر آقای الی جدلی بسید، پسر آقای سیروس آموزگاری هم چیزی، بعد میگن این مامانش بلند شد رفت آوردش، گویا اون ولش کرده بود رفت تو فرانسه. بعد لابد گفته خری کجا میخوای بری، یالا بعد 2 روز دیگه این ماجرای تراست و پول و اینا میاد و اون خانم یاسمن نمیدونم چیه فامیلیش، باباش اینا میره ایران، میادم باباش رو زنده باشه نباشه. خب ببینم که میخوام اون شعر سعدی رو براتون پیدا کنم که در برنامه گفتم که شما نگران نباش، مادر مصدق به مصدق گفته که میوه درختی که میوه نداره هیچ کسی بهش سنگ نمیزنه، یا قطاری که مسافر نداره بچه ها دنبالش نمیدوند که برن چیز کنن. خب پیداش کردم، کوروش سلیمانی گفت اگه یکم به من سب بدین پیداش میکنم. کوروش سلیمانی این لینک رو فرستاده، چه تصویر قشنگی، به 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 به، باریکلا باریکلا. ولی خب آقا کوروش
شما اومدی با رنگ آبی روی مشکی نوشتی کاکو جون، این همون تیکه هایی که شما باید شروع کنی، در شروع و اینا پیدا میشه. شما این عکسایی که من گذاشتم اینجا نگاه کن ببین هر رنگی تو رنگ زدش هست، کانترست به اصطلاح. و حالا این آقای کوروش سلیمانی رو دوستان شما داشته باشید، سلکت ایریا، بعد اینجا هم این عکسش اینا رو میذارم. خیلی کار قشنگیه، استودیوشون رو راه انداختن. آهان میگه ویکتوریا آزاد هست که با هم هستن بد جور. آها من نمیشناسم، من فکر نمیکردم ویکتوریا آزاد به این کتکلفتی باشه. دماغش مثل کوفته اولوه، اونم حتما میخواد اکسیژن مجانی زیاد داشته باشه. ببینیم این چی میگه آقای کوروش سلیمانی. همینجوری که شاید به دلتون برات شده و اگرم حس شیشم. خب آقا فرخ، فکر کنم این میکروفون رو باید بفروشم به کوروش سلیمانی. ببین صداشو گوش کن، ببین صدای هوا، چون میکروفون نه رو میزش هست و نه روی یقش هست. حالا گوش کن هوا. همتون بهتون میگه این برنامه در آتلانتا ضبط میشه. البته شما نمای از ساختمونای آتلانتا رو نمیبینید اونجوری که میباید. به هر حال خوشتون اومد چقدر قشنگ گفت. شما دلیلی که من عکس وایت هاوس نمیذارم اینجا، عکس ببین شما اومدی صفحه 16 به 9 تو کردی 4 به 3 آقای کوروش سلیمانی، بغلش این عکس این خانم رو که گذاشتی، اگه این عکس خانم رو برداری اون وقت اون صفحه یا بک‌گراند یا پس زمینه، یاد گرفتم و خوش مودی، پس زمینه رو که گذاشتی تو اون نشون میده که کیه، کجا به کجاست. بعد اون باید بالاتر باشه اگه میخوای شهر رو نشون بدی. بعد زیرنویست آبی سیر، آبی پررنگ روی مشکی نباید باشه. ولی برمیگردیم به حرف من، اگه این قدم اول رو ور نداشته بودی، من از کجا میتونستم بهت بگم که آقا صدای کامپیوترتم زودتر از صدای تو میاد توی میکروفون، وورور این پنکه. بهت گفتم بهترین برنامه برای ضبط، دارم به فرخم میگم، دسکتاپ رو میذاری اونجا، بینش هم یه پنبه بین خودش و این یه ابر میذاری، نه چسبونی بهش داغ کنه بسوزه، میذاری از این ابرای تخمرغی میخری $10 $15 که صدای وو نیاد. اینجوری که شما برنامه گذاشتی مثل اینه که تو خیابون زند شیراز وایسادی توی مغازه، ماشینا هل دارن میرن، وو صدا میاد. اگه یک ساعت من برنامه اینجوری گوش کنم، چون گوشام خیلی حساسه، دیوونه میشم. ببخشید با بگم دیوونه تر میشم. ولی کار قشنگی انجام دادی، همه چیش درسته، مطمئنم از این هم بهتر خواهد شد. دوستان عزیز بریم دیگه، 15 دقیقه دیر شروع کردیم، 16 دقیقه از این ور ادامه دادیم و من چون نسبت به ایرانیای دیگه تندتر صحبت میکنم، میشه بگیم 2 ساعت برنامه من حقیقتاً اندازه 3 ساعت برنامه دیگرانه. خدا بیامرزه این رضا فاضلی، من خیلی اذیتش میکردم. و اینجا بله، یه دفعه از اینجا بلند شد رفت کالیفرنیا و اون تلویزیون آزادی رو به اون آقای عباسی هر کی بود زد. بعد این دیدیم آقا اونجا که رو یه مش منگوله و زنگوله و یه دوستمون پریشب دیدم اینجاش گذاشته یه تخت مال تخت جمشید، اینجاش گذاشته یه تاج، اینجاش گفتیم آقا تمام این الماس نور و کوه نور و اینا رو شما آوردی به خودت، بذار خونه، بذار بانک، همه رو نیار بیرون. دیدیم این چیز که رو یه زنجیری گذاشت اینجا، ببخشید این الاغا و اینا دیده بودید چقدر زنجیر آویزون میکردن بهشون، زنگوله آویزون میکردن به بز و بزغاله و اینا، زنگوله آویزون میکنن. بعد دیدیم اینجاش فروهر گذاشته رو کراواتش، نمیدونم چی گذاشته. آها میخواستم اینو به کوروش سلیمانی نشون بدم. کوروش تو باید اینو داشته باشی، بزنی اینجا، این سیمش میره تو اونجا، خیلی صدات خوب میشه. اینو بزن اینجا، اونو بزن اونجا، درست میشه. خلاصه من زنگ زدم به رضا فاضلی بعد از برنامه، گفتم آقا شما هی میگی ما پول میخوایم، من یه فکری به نظرم رسیده، شما با این شرکت، این دوستان یهودی هستن در نیویورک، ساتن آیلند یه همچیزی، گفتم به اینا زنگ بزن بگو آقا من چون سنم بالای 70 ساله خیلی فسفس میکنم، خیلی منمن حرف میزنم، بعد شما پول ار میگیرین
من نصف ایرم مصرف نمی کنم. اینجوری شد، شروع کرد فوش دادن، گفتن لا 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 هرچی میخوای بگو من که نمیشنفم. ولی دمش گرم. اتفاقا وقتی هم دخترش فوت شد و اینها، براش دستگلی فرستادیم و اگه مثل الان بود که میگفتم من به احترام دختر شما مثلا 20 دلار، 15 دلار، 30 دلار، 50 دلار دادم به بیمارستان کودکان. خب دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. الان میدونم این اکبر اکبری میگه سوربی مچتو گرفتم، یادت رفت اون شعر سعدی رو برامون بخونی که میگه درختی که ریشه نداره، درختی که بار نداره بهش سنگ نمیزنن. ولی اگه یادت باشه دنبال اون بودم که کوروش سلیمانی رو پیدا کردم. گوشی داشته باش سعدی رو پیدا کنم. سعدی، آها، خانم مینا هم از آلمان برای من یه ویدیوی فرستاده، خیلی قشنگه، میذاریم برای روز جمعه. بیاین این جمعه ها رو تبدیل کنیم به جمعه بازار یا جمعه با شما، تفریح و موزیک و اینها. میگه هیچ کس نزند بر درخت بی بر، بی بر یعنی مایه و میوه و اینها، هیچ کس نزند بر درخت بی بر سنگ، یا همون ماجرایی که به قطاری که مسافر داخلش نیست، به قطاری که در حرکت نیست، هیچ کم سنگ نمیزنه. خب not now، حکایتی از گلستان سعدی، همینو شما اگه بنویسید، این چیزی که من میگم، این براتون میاد توی کامپیوترتون، میتونید ببینید. ما هیچ وقت گلستان سعدی و بوستان سعدی رو نتونستیم تمامشو بخونیم، جای تأسف داره. و اما میگه که تنی چند از روندگان در صحبت من بودند، ظاهر ایشان به صلاح آراسته و یکی را از بزرگان در حق این طایفه حسن زنا بلیغ و ادراری معین کرده تا والا همین فهمید چرا نمیخونم، دلیلش همینه. در هر صورت چند تا شعر میگه که در میر و وزیر و سلطان را بی وسیلت مگرد، پیرامن سگ و دربان چو یافتند قریب، این گریبانش گیرد آن دامن، بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان، بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم، گر بر سر چشم ما نشینی بازت بکشم که نازن، یا بارت بکشم که نازنینی، یا نازت بکشم که چه جرم دید؟ آه ما همی کم داشتیم. خب هیچ چه ربطی به اون شعر داشت؟ خلاصه نمیدونم، اینم از روزگار قریب اینترنت. در صورت گفت چی؟ درختی که بار نداره کسی بهش سنگ نمیزنه. پس اون دوست شیرازی مونم اگر برنامه علی بنگی و اینا رو نگاه کرده، سنگی نزده برای که اونا درختی نداشتن، حاصلی نداشت. ولی همین که اون را نگاه کردی، حالا احتمالا زودتر از دیگران نشستی، دو ساعت برنامه رو نگاه کردی، الان هم داری منفجر میشی، ولی چون گفتم اگه آدمی صبر کن فشار خونت بیاد پایین، مسیج بذاری، مسیج بذار تا با هم مثل دوتا همشهری صحبت کنی. یه سوالی دوستان، شماها تو خانوادتون هیچ که با شما مخالف نیست؟ همتون سر تمام مسائل با هم موافق هستین؟ خب اگر یه کسی مخالفه فوشش میدین؟ این چه رسم بدیه که ای خدا من ذلیل کنه و دیگرانی که این تلفن‌ها رو باز کردیم و اون روح پلید شما رو گذاشتیم بیاد بیرون و به همدیگه فوش بدیم. تو خانواده ما داریم، خب بابای خود من تا روزی که فوت شد طرفدار شاه، خب من مخالف ایشون بودم، نه اون به من فوش میداد نه من به اون فوش میدادم. بعضی وقتا خیلی درگیری سخت کلکل پیدا میکردیم. بیاین از اون مرز بگذریم. آقا من میگم من اینو دوست ندارم، تو بگو من اونو دوست دارم، برو اصلا جونتو فدا کن. فردا اگه گفتن رضا پهلوی سیگار زیاد کشیده مریضه، تو برو بهش بگو من هر چی میخوای بهت میدم، کلیه‌مو میدم، ریه‌مو میدم، نمیدونم دماغ نمیخواد، دماغ اینقدر بزرگه ماشاءالله مثل همون کلیمیا، اکسیژن مجانی. آخه من نمیدونم چه حماقتی، کجای دنیا شما دیدی زنگ بزنه یه نفر به مجری یه برنامه، بعدم تازه بگه اگر شما راست میگی، به ملا نصرالدین چهار تا احمق مثل شما حمله کردن، فرار کرد، یکیش باز مثل شما بود، نه اون از شما احمق‌تر بود، گفت اگه راست میگی وایسا، گفت من اصلا کجا راست میگم، من همش دروغ گفتم.
آقا احمق من وایسم که تو منو بزنی؟ هر وقت از پشت این عکس و میمون و شیر و پلنگ آمدی بیرون با هم صحبت کن. دوستان عزیز، روز و روزگار بر شما خوش و حمایت از تلویزیون مردم فراموش نشه. دیگه این بار واقعا میگم، شوخی نمی کنم، هزار چقدر رفتیم دادیم؟ نه، 960 دلار دادیم کامپیوتر. و اگه خواستی فرخ بیا اینجا، این کامپیوتره که میخوام وردارم امتحانش میکنیم تا شما ببینید که مثلا این چجوریه و گیگابایت و رم و نمیدونم سرعتش و اینا، و یه تمیزش هم میکنیم، برش میگردونیم به روز اولش، همه این آشغال ماشغالایی که توی چند سال رفته داخلش پاک بشه، به شما میدیم. من اینو میخواستم بزنم 300 دلار، بعد اینجوری دیگه میزنی 300 دلار asking $300 or best offer. چون این کور i7 داره، ویدیو کارتش 2 گیگابایت، خیلی ویدیو کارت خوبیه، همون انویدیا هست و اینها، و دل هست. دل نگو، بلا بگو. خب خسته شدین؟ مگه من دستتون رو گرفته بودم، پاتون رو بسته بودم، میرفتید استراحت میکردید، بعدا میمدید نصفه دیگرش نگاه میکردید؟ ما مجبوریم اینجا باشیم، شما که اجباری ندارید. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و آیندهی روشنتر. مرسی که با من بودید.